عرض سلام و صبح بخیر و, و سه ساعت برنامه آغاز روز خوش آمده طبق معمول برنامه آغاز روز سه ساعت ادامه داره که در هر نیم ساعت روی موضوعات مختلف با میمان های مختلف بحث و گفتگوی خواهیم داشت در نخست مرور داریم بر پایگاه خبری پایکر های بی دو خبرنگار به خاک سپرده شد پایکر سمیم فرامرز خبرنگار و رامز احمدی تصویر بردار تولونیوز دیروز در میان اشک و ناله در کابل به خاک سپرده شدند سمیم فرامرز مردی که سالها از انتحار و انفجار اطلاع رسانی میکرد و سوگ و تیره روزهای مردم بی نوش می نوشت و می گفت خودش قربانی پوشش خبری حمله انتحاری روز گذشته در غرب کابل و رفتنش همه را سوگوار ساخت این سنگردار اطلاع رسانی و آزادی بیان را دیروز در خاک گذاشتند و روی هزار و یک آرزویش سنگ گذاشتند. خانواده فرامرز حکومت را مسئول جان خبرنگاران و شهروندان میداند و می گوید سبیم فرامرز با آرزوهای زیاده در دل خاک جا گرفت. فهیم برادر سبیم فرامرز و آریانا نیوز گفت من جزش غنی و عبدالله کس دیگر را مقصر نمیدانم. سمین فرامرز چندین بار گواه جان باختن همسنگرانش بود اما از راه آزادی بیان عقب نکشید و فکر و ذکرش آموختن و کار کردن در بخش خبرنگاری بود سید تارق مجیدی همکار سمین فرامرز میگوید بیشتر از مشکلات اقتصادی رنج می برد و می گفت اگر من پول می داشتم و خانوادم در وضعیت بهتر قرار می داشت هرگز از قزاقستان نمی آمدم و در آنجا می توانستم سند دکترا یا ماستری خود را بگیرم بار نیست که خبرنگاران تومیه همچون حملات پیهم و هدفمند انتحاری قرار میگیرند. <applause> اما چرا چاره برای مسئولیت خبرنگاران سنجیده نشده؟ کی مسئول است؟ سعید فاضل سنچارکی، موین وزارت اطلاعات و فرهنگ میگوید هم مالکان رسانه و هم نیروهای امنیتی هر دو مقصر هستند. زیرا بعد از حادثه منطقه را انصداد نکردند سیدی قلا توحیدی عضو کمیته مسئولیت خبرنگاران می <applause> حکومت افغانستان متاسفانه توانایی اتخاذ تدابیر پیشگیرانه را یا ندارد و یا با کشته شدن شهروندان عادی و بیگناه کشور عادت کردند و خم به ابرو نمی آورند در بیشتر از چهار ماه <applause> این دومین بار است که خبرنگاران به گونه هدفمند نشانه ی حمله انتحاری قرار می گیرن. در حمله شش درک نو خبرنگار جان باخته بود و حالا در حمله دشتبرچی دو خبرنگار می گویند کجا بریم شکایت مراکی بشنود بنیاد مسعود از مردم خواستا به مناسبت هفته شهید خون اهدا کنند قرار است روز یکشنبه از هفته شهید و هفته همین سال روز شهادت احمد شامسود قهرمان ملی کشور گرامی داشت شود. ولی احمد ولی مسعود رئیس بنیاد احمد شمسود میگوید که نخستین روز این هفته را با اهدای خون به زخمیان نیروهای امنیتی و حملات انتحاری و انفجاری تجلیل می کنند مسعود گفت به خاطر حرمتگذاری گذاری به خون ما از مردم افغانستان تقاضا میکنیم صمیمانه خواهش میکنیم تا با اهدای خون خود همان حرمت خود را به شهدای افغانستان نشان دهند در همین حال آقای مسعود از همگان می خواهد که از بیرون کشیدن سلاح و حرکت هایی که سبب مزاحمت به شهروندان شوند خودداری کنند. حشمت <تصفح> سانکزی سخنگوی فرماندهی پلیس کابل می گوید کسانی که در روز هجده هم سنبله به شهروندان مزاحمت ایجاد کنند مطابق قانون برخورد می شود با آنان. <تصفح> از هفته شهید همه ساله سوی حکومت و شهروندان به گونه گسترده در سرتاسر سر کشور گرامی داشت می شود. در چهار سال اخیر بیش از چهل هزار غیر نظامی کشته و یا هم زخمی شدند. بیش از چهل هزار غیر نظامی در چهار سال اخیر در افغانستان کشته و یا زخمی شدند. مارک لوکاک معاون دبیر کل سازمان ملل متحد می گوید تلفات ملکی در بلندترین سطح خودش هنوز باقی مانده است. تنها در چهار سال گذشته جهل هزار غیر نظامی در افغانستان کشته و زخمی شده است. این بسیار خطرناک است. ما شاهد هستیم که شمار از در چهل سال گذشته در جنگ زاده شدند در جنگ بزرگ شدند و در جنگ مردند کش... کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید تلفات ملکی بیشتر از هر زمان دیگر اکنون در افغانستان بلند است و این بی امنی سبب شده است تا افغان ها به کشورهای دیگر پناهنده شوند <coughs> کمیشنر عالی سازمان ملل در امور پناهندگان میگوید خشونت و حالا خشکسالی صدها هزار خانواده را در سراسر افغانستان متاثر ساخته است فقر تنگدستی نبود کار نبود امنیت خوب چالش های جدی حساب میشوند و همین مشکلات دست به دست هم داده 5.5 میلیون افغان از چهل سال به این سو کشورشان را ترک کردند از سوی هم سازمان ملل متحد از کشورهای اروپایی میخواهد تا در مورد برگشت دادن افغان ها که پرونده های پناهندگی آنان رد شده است کم بیشتر غور کنند <تصفح> یازده سرباز ارتش در بادغیز در کمین طالبان جان باختند نیمه های شب گذشته طالبان مسلح از چندین جهت بالای پاسگاه های امنیتی در ولسوالی آبکمری حمله کردند نقیب الله امینی سخنگوی پلیس بادغیز میگوید پس از آن که نیروهای کمکی ارتش ملی با کمک این سربازان ایزام شدند در مسیر راه با کمین طالبان روبرو می شوند که در نتیجه یازده سرباز ارتش ملی جان باختند در این حمله یک هاموی سرباز ارتش نیز حریق شده است و گفته پلیس در جرایان درگیری به طالبان مسلح نیز تلفات وارد شده اما آمار دقیقان معلوم نیست پایگاه <applause> <applause> خبری بی بی سی <applause> معترضان ساختمان های دولتی را در بسره به آتش کشیدند. معترضان در بسره به ساختمان های دولتی و برخ های دیگر بناهای دیگر در این شهر حمله کردند و هزاران نفر خشمگیر از فسادی داری و نبود خدمات دولتی به خیابانها آمدند. منابع محلی به بی بی سی گفتند بخش از جمعیت خشمگین به یک ساختمان تلویزیون دولتی عراق یورش برده و بناهای دیگر را نیز به آتش کشیدند این چهارمین شب اعتراضات خشونت بار در بصره است اگرچه اعتراضات از ماها پیش شروع شده تنها در این هفته دست کم هفت نفر در خشونت ها کشته شدند. خبر دیگر از پایگاه خبری بی بی سی افزایش تلفات حملات داعش به با یک باشگاه ورزشی در کابل 26 کشته و بیش از 90 تن زخمی شدند مقام های امنیتی افغانستان میگویند آمار تلفات انفجارهای روز چهارشنبه در کابل افزایشی یافت است وزارت صحت افغانستان نیز اعلام کرده که شمار کشته شدگان این رویدادها به 26 نفر و شمار زخمیان به 91 نفر رسیده است حشمت الله استانک سخنگوی پلیس کابل دیروز پنج شنبه با بی بی سی گفت که در این دو رویداد دست کم 23 نفر کشته و بیشتر از 90 نفر زخمی شدند با گفته او انفجار نخواست حوالی ساعت 6 شامگاه گذشته در 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 ورودی مجتمع ورزشی خاتم الانبیا منطقه دشت برچی در حوزه ششم شهر در غرب کابل رخ داد حمله کننده انتحاری در این رویداد پیاده بوده آقای سانگزه میگوید در انفجار نخواست شش نفر کشته و ده نفر زخمی شده بودند او افزود که پس از وقوع این انفجار مردم خشمگین در محل به نیروهای پلیس اجازه نزدیک شدن و ساحه را ندادند در حالی که یک خودروی مشکوک در ساحه وجود داشت و نیروهای امنیتی قصد بازرسی آن را داشتند سخنگوی پلیس میگوید که یک ساعت بعد از انفجار اول این خودروی بمگذاری شده منفجر شد و تلفات بیشتر به جا گذاشته است گراه موسوب به دولت اسلامی یا دایش مسئولیت هر دو رویداد را بر عهده گرفته غرب کابل منطقه عمدتا هزار و شیعه نشین در پایتخت افغانستان است که در این اواخر شاهد حملات خونینی بوده است مسئولیت رویدادهای پیش را نیز داعش بر عهده گرفته بود در آخرین رویداد از این دست تقریبا سه هفته پیش در حمله انتحاری در یک مرکز آموزشی در این منطقه نزدیک به 50 نفر کشته و 70 نفر زخمی شدند دفتر نمایندگی سازمان ملل در کابل نیز حملات روز چهارشنبه را محکوم کرده است یونما گفته که با توجه به نزدیک شدن روزهای محرم و آمادگی های مردم شیعه برای عزاداری در این روزها باید اقدامات امنیتی فوری و طولانی مدت متناسب با تهدید موجود روی دست گرفته شود یونما حملات اخیر و حملات سازمان یافته علیه شیعیان خوانده و خواهان مجازات عاملان آن شدند. مهمترین خبرها از پایگاه خبری رادیو آزادی وزارت دفاع و خارجه ای آمریکا در دهلی جدید با همتاهای هندیشان دیدار گفت و گفتگو کردند وزرای دفاع و خارجه ای آمریکا دیروز در دهلی جدید با همتاهای هندیشان دیدار گفت و گفتگو کردند دو کشور توافق را امضا کردند که راه را برای خرید وسایل حساس نظامی آمریکایی از سوی هند هموار می سازد. مایک پایمپو وزیر خارجه و جیمز ماتیز وزیر دفاع آمریکا دیروز در دهلی جدید با همتاهای هندیشان سوشما سوراج و نیرمالا سیتار امان روی مسائل امنیتی و استراتژیک میان دو کشور صحبت های داشتند. مایک پایمپو بعد از این ملاقات به خبرنگاران گفت این دیدار به دو جمعه دو یعنی ملاقات مقامات ارشد نظامی و دیپلماتیک دو کشور در گذشته دوبار معطل شده بود واشنگتن در سال 2016 هند را شریک بزرگ دفاعیش عنوان کرد حکومت افغانستان گفته که واشنگتن مانند گذشته متحد استراتژیک کابل خواهد بود وزارت خارجه افغانستان میگوید که مسئله بازبینی پالیسی آمریکا در مورد افغانستان حقیقت ندارد وزارت خارجه افغانستان این موضوع را پس از آن ابراز کرده است که شماره از رسانه های پاکستان به نقل از وزیر خارجه این کشور گزارش دادند که ایالات متحده روی پالیسیش در مورد افغانستان دوباره غور کرده است این رسانه های پاکستان از جمله پاکستان تودی و پاک تریبیون بعد دنبال دیدار مایک پایمپو وزیر خارجه آمریکا از اسلام آباد به نقل از شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان گزارش دادند که آمریکا با فکر وارد کردن فشار بر پاکستان نبوده و پالیسیش را در مورد افغانستان بازبینی کرده است از وزیر خارجه پاکستان همچنان نقل شده که گفته است آمریکا با هدف پایان جنگ در افغانستان با گفتگوهای مستقیم با طالبان تمایل نشان داده است. سبقت احمدی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان با اشاره به اظهارات وزیر خارجه پاکستان بر رادیو آزادی گفت که در پالیسی آمریکا در قبال افغانستان هیچ تغییر وارد نشده است مایک پایمپو وزیر خارجه آمریکا بر روز چهارشنبه از اسلام آباد دیدن کرده است و در ملاقات با امران خان صدر و شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان روی بهبود روابط واشنگتن و اسلام آباد و نقش پاکستان در پروسه صلح افغانستان بحث کرده است جوزف دانفورد لوتریسیز آمریکا پایمپو را در سفر به پاکستان همراهی میکرد قریشی گفت با پایمپو اظهار داشت که پاکستان به صلح و ثبات افغانستان متحد است بریتانیا گفته که مسکو باید شواهد حمله کیمیاوی بر جاسوس پیشین روس را بپذیرد متحدین بریتانیا در نشست شورای امنیت سازمان ملل از این کشور قویا حمایت کردند بریتانیا و متحدین در این نشست از مسکو خواستند که شواهد قانی کننده را در مورد حمله کیمیاوی بالای جاسوس پیشین روس و دخترش بپذیرد حمله کیمیایی به سرگی اسکریپال و دخترش یولیا در ماه مارچ در بریتانیا انجام شد بریتانیا خواسته بود تا این نشست شورای امنیت سازمان ملل و روز پنجشنبه برگزار شود تا به اعضای شورای امنیت در مورد حکم بازداشت دو تن از مزنونین معلومات بدهد مقام های بریتانیا یک روز پیش از این نشست حکم بازداشت دو مزنون را در پیوند به قضیه اسکیپال صادر کردن کارین پیریز، سفیر بریتانیا در سازمان ملل متحد در نشست شورای امنیت این سازمان گفت حکومت این کشور بعد از تحقیقات نهادهای پلیس و سارنوالی دریافت که شواهد کافی وجود دارد تا اتهام ها را علیه دو شهروند روسیه درج کند و پایگاه خبری صدای آمریکا کم حرکتی صحت یک چهارم بزرگسالان جهان را تهدید می کند. بیش از یک چهارم جمعیت بزرگسال در جهان حدود یک اشاری چهار میلیارد نفر تمرین فیزیکی اندک دارند که بر اساس گزارش جدید سازمان جهانی صحت این گروه را مرگ، مرگ با خطر مرگ, نا مرگ به هنگام ابتلا به بیماری های قلب و رکها بیماری شکر و سرطان روبرو می کند. سازمان جهانی صحت گزارش داده که در سال 2016 یک سوم زنان و یک چهارم مردان در جهان در جهان سطح سفارش شده فعالیت فیزیکی را نداشتند متخصصان صحی سفارش میکنند که هر فرد باید 150 دقیقه فعالیت متوسط یا 75 دقیقه فعالیت شدید فیزیکی در هفته داشته باشند فعالیت کافی فیزیکی بر اساس این گزارش مزایای صحی چون بهبود عضلات سلامت جلوگیری از ابتلا به امراض قلب و رکها سکته قلبی و مغزی بیماری شکر افسردگی و اشکال مختلف سرطان را در پی دارد باز هم خبر دیگر از پایگاه خبری صدای آمریکا و آخرین خبر حکمت الله گفته که کوچکترین عضو کوچکترین عضو کاروان صلح هلمند کاروان سلخواهان هلمندی با شعار مذاکره دولت با طالبان پس از حدود چهار ماه به ولایت سمنگان رسیده و مورد استقبال باشندگان آن ولایت قرار گرفتند. در میان سایر اعضای این کاروان یک کودک ده ساله نیز حضور دارد. این کودک حکمت الله نام دارد و با سگش از ولد غزنی با این کاروان یک جا شده است. حکمت الله مادر خود را در جنگ های اخیر در غزنی از دست داده و حال در ایواز رفتن به مکتب یک جا شدن با کاروان سال خواهان هلمندی را ترجیح داده و می گوید که برای همسالانش آرزوی سال دارد. قبل از طالبان قبلا قبل از طالبان با نشر یک اک اعلامیه کاروان های با مزرد قبلا طالبان با نشر یک اک اعلامیه کاروان های سلخواهی در افغانستان را دستیسه دشمن خوانده و از مردم خواسته بودند که خود را از دسایس پنهان و آشکار استخباراتی اشغالگران دور نگه دارند. همه اعضای کاروان صلح هلمند بار دیگر این ادعای طالبان را رد کردند کاروان صلح هلمند به تاریخ 23 سور امسال ابتدا تنها با اشتراک 8 از جوانان هلمندی این حرکت صلحخواهانه را برا انداختن و با پای پیاده از لشکرگاه مرکز آن ولایت حرکت کرده و با تایی کردن مسیرهای پرخم و پیچ ولایت هلمند، کندهار، زابل، غزنی و کابل اکنون به سمنگان رسیدند. انتظار میرود که این کاروان پس از دیدار با باشندگان ولایت سمنگان با پیمودن 113 کیلومتر فاصله به شهر مزار شریف بروند و دادخواهی برای صلح را ادامه دهند و مروری را بر مهمترین پایگاه های خبری افغانستان و جهان در همین جا به پایان میرسد اما برنامه آغاز روز بعد از وقفه کوتا ادامه دارد ته سروکون په سپیشی نامه قدرمن لیدونکو سلام دا غزر اوس خبرونه تاسو مخ خبرونه ترلاسه بوجو پوری دوام لري زو ځمام کرن ساسو پوجو پړ کې په دې لږه خبرونی تر پای پورې مخ سره بات شي امریکه او هند غواړي پاسیا کې د چین مخ پر زیاتې دونکو نفوذ محدود کړي د امریکا او هندستان چارواکو د سیاسي او امنیتي اړیکو پر خوالو په هدف د پنځشمه پور اس په نوی ډيلي کې سره کتلي دي د امریکا د دفاع وزیر جیمس ماتي سعود بهراني او چارو وزیر مای پومپیو د هندستان د بهراني او چارو وزیر د دفاع له وزیر سره ناستکري دي او خبري تل کړي دي ته چې څومره هغه سره د مددوي دغه لید کاته او سفرونه هندستان ته ترڅانګېلې دي غورده د پاکستان دا او د افغانستان د صوبا ته سولې پاړه د دوی خبري اترې په غوړې په بحث وکړو تم کې کوم دغه موضوع باندې اباس فرسود نړیوالو اړیکو کار په همدې شپې مېسر په استودیو کې د پاس بل دوی سره وکړم تاسو سره خلاص شکور سلامت لا تاسو ما نه کو په خاليفراسو د امریکا د دفاع او بهرانيو چارو د وزیرانو په دغه ډول سفرونه په پاکستان ته وترڅه گی موصمهال هین ته او د دوی بهرانيو چارو وزیرانو د دفاع وزیرانو سره د دوی کلي د کاته څوره کولې شي د افغانستان د سولې او صوبات سره مرسته وکړي والسلام خدمت <سلام> شما بلینګان عزیز همکاران تخنیکیتان ما فکر میکنم که بارها سفرهای مشاهدی سفرهای مقامات عالی دولت آمریکا به پاکستان و هندوستان و افغانستان بودیم اما متاسفانه این سفرها خیلی مقطعی و خیلی تاکتیکی صورت میگیره و چندان تاثیر روی سیاست و امنیت در افغانستان گذاشته نمیتونه به این دلیل که پا ایالات متحده آمریکا بعد از اینکه استراتژی جدیدش را در قبال جنوب آسیا و افغانستان اعلام کرد یک سری اقدامات را برای آوردن فشار بر پاکستان وست کرد برای تحریم های اقتصادی بر پاکستان گام های را برداشت اما این گام ها بسیار مقطعی بود و خیلی پیگیر نبودن امریکایی ها که حداقل پاکستان باید دست برداره از مداخله در امور افغانستان و دست برداره از حمایت از گروه های تروریستی در افغانستان بنابراین این اقدامات خیلی مقطعی بود و من فکر میکنم که سفر مایک پمپو و وزیر دفاع آمریکا در جنوب آسیا در پاکستان و هندوستان در همین راستا صورت گرفته که حداقل گفتگوهای صلح دوام پیدا بکنه اما من چندان باورمند به تاثیرگذاری روی امنیت و حکومت داری و سول در افغانستان نیستم. به خاطر اینکه پاکستان فعلا دست از مداخله در امور افغانستان بر نخواهد داشت و بارها جواب رد به آمریکا هم داده به افغانستان هم داده هرچند وعده کرده که ما در قبال مبارزه با تروریسم اقدامات را راه اندازی میکنیم اما چندان چیزی عملی نشده حالي فرصو په فکر نو کوي دا سفر چې په ووس د امریکا د بهراني چارو وزیر ته څنګه د دفاع وزیر پاکستان او هند ته کېږي د بلکته متفاوت ووسي د تیر په برتله ځکه اوس مهال په دغه یو ونی کې له پاکستان سره تقریبا د 300 میلیونو مرسته هم ځندول شي بي دي تر څنګه یو شمیر فشارونه پر پاکستان باندې چدوې پزلونه باندې له پاکستان سره غواړي چې د ترغروزاله په خپل خواوره کې وځپی او د یو خوتزی هند سره همخبریات لري کوي فکر نه کوي لختوب متفاوت وو او د افغانستان د سولې او صبات لپاره هدا قلم راسته وشي کوي در ستراتيجي جديد ایالات متحده امریکا بشتر نقش هند برجسته شوده و کوشش شوده کی نفوذ هند در منطقه گسترش پیدا کنه به انانه همکاري جديد ایالات متحده امریکا در سطي منطقه و در واقع ایالات متحده در ایالات متحده در پی ان است کی بر پاکستان و کشورهای دیگر قدرت‌های دیگر مثل روسیه و چین یک سری فشارهای را وارد بسازد و در واقع اینها را با تحریم اقتصادی مواجه بسازند به خاطر چی به خاطر اینکه اینها رابطه استراتژیک با هم برقرار کردن و این رابطه استراتژیک مانع نفوذ ایالات متحده آمریکا در کشورهای منطقه میشه و مانع گسترش فعالیت‌های هژمونی آمریکا در سطح منطقه میشه بنابراین این کشورها تمام تلاش خود خواهند کرد که از نفوذ گسترش یا از نفوذ ایالات متحده آمریکا و ناتو در شرق جلوگیری بکنه بنابراین همکاری که فعلا بین پاکستان و چین شکل گرفته این به عنوان بدیل همکاری پاکستان با آمریکا مطرح است و اکنون چین قرار است تا 2030 چندین پایگاه نظامی در پاکستان بسازد حدود 46 میلیارد دلار در واقع در پاکستان سرمایه گذاری بکنه تا 2030 این در واقع بدیل آن چیزی است که ایالات متحده آمریکا در 16 سال به پاکستان کمک کرد حدود 33 میلیارد دلار به پاکستان کمک مهم. کرده اما پاکستان بازی دوگانه با ایالات متحده آمریکا و افغانستان انجام داده بنابراین پاکستان در گذشته در سال گذشته که استراتژی جدید ایالات متحده آمریکا هم اعلان شد و سفر وزیر خارجه آمریکا را ما به پاکستان داشتیم به وزیر خارجه آمریکا وزیر خارجه پاکستان جواب بسیار سختی داد و گفت که ما منافع ملت پاکستان را قربانی منافع آمریکا نمی‌کنیم در سطح منطقه بنابراین این اقداماتی است که از سوی پاکستان ها به صورتی دوامدار در برابر آمریکایی ها نشان داده میشه و در واقع جواب رد می به اونچکه ایالات متحده امریکا اس پاکستان میخی در قبال مبارزه په تروریسم بحث م... اصلي این استه خال فرس په پا... پټوله پا کې پاکستان څنګه په ډاټا زده باندې کولای شي چې د امریکا پر وړاندې ودریږي او د دې خبري هماته اوس چتا سوول چې مقابل مشخصه توګه د ویرات کړی دی د دوی وختنی په کوم دلیل باندې په کومه زړه دوی څنګه ډاړه دي بهبنه مشکل اصلي در چی است کی پاکستان از گروه های تروریستی در خاک افغانستان حمایت میکنه و این گروه های تروریستی علاوه بر این که در برابر مردم دولت افغانستان می در برابر نیروهای آمریکایی می در افغانستان و آمریکایی ها در افغانستان سرمایه گذاری کرده و هیچ وقت دست از این سرمایه گذاری بر نخواهد داشت و دستاورد هایشون در سال گذشته حفظ میکنه بنابراین اقداماتی که پاکستان در سطح منطقه مخصوصا در افغانستان را اندازی کرده ای بر ی علیه منافی えー、yeah. آمریکا تلقی میشه بنابراین در تضاد با منافع ایالات متحده آمریکا و افغانستان هین قرار داره بنابراین ایالات متحده آمریکا کوشش میکنه که از این اقدامات باید پاکستان دست برداره و کوشش میکنه فشارهای لازم را بیاره اما این فشارها در واقع در اوایلی که استراتژی جدید ترامپ برای جنوب آسیا و افغانستان اعلام شد خیلی سنگین تمام شد برای پاکستان اما پیگیر نبودن ایالات مت... مقامات ایالات متحده آمریکا اگر پیگیر می بود پاکستان در انزوای سخت قرار می گرفت برای پاکستان این فرصت داده شد اما که کوشش بکنه روابط خود را با چین و روسیه گسترش بده و در واقع کوشش بکنه که توجه کشورها را و کمک های کشورها را به پاکستان جلب بکنه و این یک فرصت بسیار خوب به مناسبت بود برای پاکستان که پاکستان دیسفودک حال فرصت ما حال و الکیږي چې امریکا او هند غاری او هڅه کوي چې د چین نفوذ په اسیا کې مخصوصن د خاته د پاکستان په هیوادبندۍ محدود کړي په فکر کوم د هڅې تومره پرزیدي او تومره وي وشي کولی شي د چین نفوصاد خل محدود کړي ما فکر است که باید روابط میان ایالات متحده آمریکا و چین را در سطح کلان باید بررسی بکنیم در سطح کلان چین و برخی قدرت‌های منطقه‌ای دیگر مثل روسیه و ایران کوشش می‌کنند که از نفوذ بیشتر یا سلطه بیشتر هژمونی در سطح منطقه جلوگیری بکنن و این کشورها در واقع از جمله بلاک ها یا قدرت های ضد هژمونی به حساب می که علیه منافع آمریکا در سطح منطقه کار میکنند و فعالیت های را راندازی میکنند و قرار است چین در سال 2025 در رأس اقتصاد جهان قرار بگیرد و قدرتی برتر اقتصادی در سطح جهان شود همین طور به لحاظ نظامی روسیه در سطح بالا قرار دارد و کوشش میکنه که برای آمریکا در خاور میانه و در افغانستان چالش ایجاد بکنه و ایران هم مسئله هست حسه، مشکل هسته داره با ایالات متحده آمریکا مم. پاکستان هم فعلا نگاه خیلی بدبینانه نسبت به آمریکا داره و اعتبارش نسبت به آمریکایی ها سلب شده به دلیل مسائلی که در افغانستان میگذره اما فکر میکنم که نباید واقعیت های پیرامون افغانستان را نادیده بگیریم این کشورها میتونه که حداقل اگر نتانه به هدف کلی خود که خروج نیروهای آمریکایی و ناتو از افغانستان است بیرسه حداقل موی بینی شوه برای امریکایان او ناتو در افغانستان و نګز دارن چې یالات متحده امریکا او ناتو در افغانستان به بخ... په خيال راحت کار وکن او کوشش میکنه عم بری دولت افغانستان چالش ایجاد وکن عم به دولتي په ا... خاله ب... فرسویله شو چې د امریکا او چین ترمنځ رقابتونه کولای شي په افغانستان ته وګرځم سکړي ما فکر میکنم ایالات متحده آمریکا در پی این است که تحریم های را های اقتصادی را و تجاری را بالای چین وضع بکنه و چنان ما در گذشته هم شاهد بودم که جنگ رقابتی بین چین و آمریکا اعلان شد و چین هم کوشش میکنه که برخ تواناییهای خود را تا حدودی مخفی نگه, ب... به دلیل اینکه ممکن است در سطح کلان به عنوان رقیبی برتری ایالات متحدی آمریکا شناخته شود و چین از این مسئله فعلا حراس داره و به دنبال این مسئله نیست که تمامی توانایی‌های خود را در واقع ظاهر بسازه و ابراز بکنه که ما حتما به عنوان رقیب ایالات متحده آمریکا قرار داریم و قرار میگیریم بنابراین چین به دنبال گستریش پنهانی نفوذ خود در سطح منطقه است و کوشش میکنه که از طریق مبادلات اقتصادی از طریق اولادی سر امریکا پنهانی هم پویره یادات متحده آمریکا کوشش میکنه که این نفوذ را جلوگیری بکنه ازش در سطح منطقه و کوشش میکنه که چین را در واقع در یک انزوا قرار بده که در سطح منطقه میتونه که از هندوستان استفاده بکنه به دلیل اینکه هندوستان برخ مشکلات مرزی با چین داره و در واقع یک منازعه تاریخی بین چین و هندوستان در سطح منطقه وجود داشته و از این خلال و از این خلا میتونه که یالات متحده آمریکا بهره برداری بکنه به منافع خود و کوشش وکونه چې چین و قدرتایي کې ضد هژمون حسن اناره مونځوي بسازه هله فراسودل ته په کوردانونو وسه سات سیروانی د افغانستان له چین سره خپل یړی کې خی کړی او چین هم د غواړي چې په افغانستان کې اته وسه پریکړه کړی د شومیر سرتيري بایات خوروزی په افغانستان کې په دې معنی چې د غواړي خپل یړی کې له افغانستان سره پیوړی کړی تا په څومره د امریکا لپاره ګرانه تمام شي چین به دنبال گسترش حوزه نفوذ خود به صورت پنهانی در سطح منطقه است و افغانستان کوشش میکنه که رابطه گرم منطقه‌ای هم داشته باشه رابطه جهانی با ایالات متحده آمریکا و سایر های جهانی و اتحادیه اروپا هم داشته باشه بنابراین افغانستان هرچند که میخواهد رابطه خیلی نزدیک با چین داشته باشد اما چین بدیل آمریکا در افغانستان بوده نمیتونه بدیل غرب در افغانستان بوده نمیتونه ارچند که چین به دنبال سرمایه‌گذاری اقتصادی در کشورهای منطقه است و کوشش میکنه که پله به پله بره بالا در برابر ایالات متحده آمریکا در سطح جهان به رقابت هم به لحاظ سیاسی هم به لحاظ اقتصادی اما چین به لحاظ سیاسی در او حد قرار نداره اما به لحاظ اقتصادی میتونه که ایالات متحده آمریکا رو به چالش بکشن اما هدف اصلی چین در واقع سرمایه در کشورهای منطقه است و کوشش میکنه که از این طریق در برابر ایالات متحده آمریکا قد علم بکنه و چین ضرورت داره که در سطح منطقه امنیت برقرار شد ولی برخی از کشورهای منطقه مثل پاکستان و ایران چنین چیز را نمیخواهند ناامنی در افغانستان ناامنی در منطقه به گونه با سیاست خارجی برخی از کشورها گره خورده و استفاده ابزاری میشه از تروریسم در برابر کشورها در برابر امنیت منطقه اه. مثل پاکستان تروریسم صادر میکنه در خاک افغانستان ایران در غرب افغانستان مداخله میکنه و همچنین روسیه و طالبان حمایت های و سیاسی و امنیتی فراهم میکنه بنابراین اینها در واقع میشه گفت که یک سری تحرکات است در برابر نظمی موجودی جهانی مهم. که برابری آمریکا که کوشش میکنه این کشورها برای آمریکا و سازمان ناتو به عنوان سازمان ابزاری ایالات متحده آمریکا ابزار سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا هرچند که سازمان ناتو یک سازمان مستقل به حساب میاد ولی نگاه چین و روسیه و ایران به گونه دیگر استراتژی به این سازمان که این سازمان ابزار سیاست خارجی یالات متحده آمریکا می و میگن که یالات متحده آمریکا خیلی نفوذ داره بالا این سازمان و می تاند که از این سازمان برای تأمین منافع خود در سطح منطقه و جهان استفاده بکنه مثل که در افغانستان فعلا استفاده میکنه و این کشورها کوشش میکنه این نفوذ را و این فعالیت ها را محدود بسازند حال فرسو و اسم که چیری مگ افغانستان پا قضیه و که یا در افغانستان و شرایط و که, که چه تقریبا در بارخل شبیده ک چین د غلطه مداخله وکړي او د چین په همدلته اخکیلشي څومره په افغانستان په ګټه باندې تمام شیزه ک افغانست... چین یو ابرقدرت هی واد دی او د امریکا رقیب هم دی خاطر خلکی ترڅنګ د ملګرو ملتونو په سازمان کې هم دوی لري په افغانستان د سولې او صلح لپاره کولای شي مرسته وکړي روابطی که افغانستان فعلا با چین داره و از این روابط اگه استفاده بکنه از چین بخواهد مم. که بر پاکستان فشار وارد بکنه این منطقی است اما چین به هیچ صورتی پاکستان را با افغانستان مقایسه نمی فعلا در چین این مسئله وجود داره و این نگاه در رابطه با پاکستان وجود داره که پاکستان دوست آهنینی چین هست بنابراین این برادر بزرگ چین هست برادر کوچک چین هست بنابراین به هیچ صورتی چین پاکستان را با افغانستان مقایسه نمیکنه و معلوم است از رفتارهای چین و 46 میلیارد دلاری که در چین سرمایه گذاری میکنه یک میلیون دلار یا یک میلیارد دلار در افغانستان سرمایه گذاری کرده تا حالا ما چین این چیز ندیدیم بنابراین بحثی منطقه‌ای یک بحثی بسیار داغ است در سیاست خارجی چین و کوشش میکنه چین برخی از کشورها را در منطقه همسو با خود بسازه که حداقل بتونه در عرصه سیاسی و امنیتی آمریکایی ها را به چالش بکشه هرچند در عرصه اقتصادی در سطح جهانی به رقابت با ایالات متحده آمریکا میپردازه بنابراین چین به دنبال صد نفوذ ایالات متحده آمریکا در سطح منطقه است و کوشش میکنه که یک همگرایی منطقه‌ای را در برابر ایالات متحده آمریکا شکل بده و این در اولویت ای کار سیاست خارجی چین قرار داره دیر, دیر من نکولت است شکر کورمادان در قدر مولیدونکو اپاس فراسو ته نړیوال وړیکو کارپول مصرف سیډو کې وو ته امریکا ده رانی او چاره او د وزیرانو د سفر په اړه چې په دې ورسې یو کې هین پاکستان او د افغانستان ته سفرونه درلودل او د افغانستان د سولې او صوبات خبرې د موضوع محور وو با خبري ترېم درلودي لنډه د منې سود پیام خارغلاس خبرونه ته هم دوام ورکوم زانمرګي بریډګارد څنګه وتوانی دلچد کابل په لویدیس کې په یو سپورتي کلب په 2 زانمرګي بریډونه وکړی په پا پرونیو بریډونو کې شپږ وشت کسان مر او نوی کسان ټپیان شو په دې اړه کومه اندازه چمتو کړی ریپورت ثورو سبب په ویډیو کې پر باس وکړو حمله په هم مرګبار بر این باجګاه ورزشی چيگونه اتفاق افتاد گواهان رویداد به ما گفتند که مهاجم انتحاری نخست با ضرب گلوله نگهبان ای ورزشگاه را در همی درب ورودی از پا در میاره و را را باس میکنه برای خودش و میاد داخل ورزشگاه میشه در داخل ورزشگاه شمار زیادی از ها در حال تمرین بودن که به گفته گواهان رویداد فرد انتحاری خودش را در همین موقعیت منفجر میسازه در, مو... در هم در حالی که ورزشکارا در حال تمرین بودین و شمار زیادشان برای تایم دویم آمادگی می گرفتن که حضور و گسترده از اینا سبب شده تا تلفات بیشتر باشه نشانه هایی که در محل رویداد از قربانی ها بجا مانده دیده میشه خیلی تکان دهنده است و به گفته گواهان رویداد خیلی از کسایی که اینجا در حال ورزش بودین جان را از دست دادین و یک شمار دیگه از اونام زخم برداشتن کلاب <applause> چی رابطه داد با جنگو اهمیت چی داره کلش ورزکار بود کلش ناس له جوان بود یکیشون به حساب بی اهمیت ده یا به پولیس دخل نه بود به حساب نمیتونه دولت داری کنه خیلی ها کنه این مردم تا ای قدر قربانی داده بره تا که قدر شهید داده بره انفجار دومی اندکی بعدتر از انفجار اول هنگامی رخ میده که خبرنگارا بر پوشش ای رویداد در اینجا در این منطقه صف و سکرده می باشند که موتر پر از مواد انفجاری هم در قسمت وجود داشته می ایستاد می باشه و نهادهای امنیتی گفت میگن که اون مشکوب مشکوک بود که در بین خبرنگارا خودش هم منفجر می سازه و از دو خبرنگار را به کام مرگ می و شما را هم زخمی می چرا ما 20 دفعه گفتیم صدای ما در هر کامرامه اینی که اونجا بود دورات فیلم گرفتن بودن در اونجا صفت است بلند بلند بسیار صدا میکنم که مترا رو چک کردن گفتا ما چک کردیم مترا را مجبور هستم خودی مهمیت خود بگیرم ما دیگه هر روز شهید دادا نمیتونیم هر روز بهادر کشتاش شده نمیتونیم حملات دیروز 26 تن به شمول دو خبرنگار را به کام مرگ فرستاد و بیشتر از 90 تن دیگر را که همه غیر نظامیان گفته شدن را زخمی ساخت. اما <applause> یک پیکرهای شماری از جانباختگان این رویداد در های گوناگون شهر زیر خاک شدند طالبان دست داشتن در این حمله را رد کردن اما مسئولیت حملات مشابه را گروه داعش پذیرفته است تام کیگو پام دغه موضوع باندې غوړو بحث وکړو محمد الله بابرکس د سیاسي چارو تحلیلګر د شیبال مسره په که کې د دوی نظریات پام په دی اړه واخلم تاسو خره غلاست مننه سلامات تاسو خغلی په پراک غوړم شروع کید په وړ میبرسی ته چاودنی پاړه چې په دشتبرچي کې یو سپورتي کلاب باندې تر سره شو هغه هم 2000 مرګې بریته وي او شمیر کسانو ته پکې محبوب و وړ وړ په سر کې ساسو نظر وخله بسم الله الرحمن الرحیم سلام خدمت شما همکاران تخنیکی هم بلندای تلویزیون جهانی یاریون نیوز و صبح بخیر خدمت همه هموطنان عزیز متأسفانه ما فکر کوم کئ یک بار دیگر بار هم به غم و اندو ماتم مردم افغانستان افزوده شد که ما با او خانواده معزز خود که عزیزهای خود از عزیز دست دادن با اینا غم و غم رازی میکنیم بر زخمی ها شفای عاجل و برای بازماندهشان از علای منان صبر جمیل تمنا داریم متاسفانه جنگ تحمیلی که تایسه ده بالای مردم افغانستان تحمیل شده هر روز فرزندان بی‌دفاع و افراد ملکی از وطنه به قربانی میگیره که ما فکر کنم که هر روز نیست که شاید مم. تلفات مردم بی‌دفاع و ملکی کشور خود نباشیم مم. که متاسف به این هستیم که با آغاز هر روز ما صدای مرگ هموطنان خود به گوش میشنیم و گویا یتیم شدن اعضای خانواده شانه و حتی بیوه شدن مادرانه و بی برادر شدن خواهران ما را که این همه غم است که بارش مردم افغانستان بر شانه خود حمل میکنند نکته که قابل یادهانی است بارها دولت جمهوری اسلامی افغانستان تاکیدش به روند گفتگو و صلح و مذاکره بوده که متاسفانه حلقات و جریان هستند که اینا منافع خود در تداوم جنگ میبینند قسم که شما دیروزم روز قبل شاهد ازی بودیم که در عملات انتحاری و انفجاری که تعداد کثیر از امتناه ما به شهادت رسید و تعدادشان زخمی شدند که ای همه قابل تحصر است به مردم افغانستان بحث بزرگی است که حتی مسئولیتشان گروه طالبان نپذیرفت که ما از طریق خلصانهای اطلاع حاصل اصل کردیم که مسئولیت از این عملات گروه دایش یا دولت خودخوانده اسلامی از یا دار شد که باسو کلون داس ک امروز مردم به دفاع افغانستان قربانی جنگای نیابتی هستند ک گویا ما همواره د خط مقدم جبهه علیه تروریز می بینلی و منطقه‌ای قرار داریم ک دای راستا بارها مو تاکید کدم ک بر کشورای جهان و منطقه است ک درې امر مردم افغانستان حمایت کولن و راهای د را گویا زیر نظر اندازی کنند که تا این وضعیت از این وضعیت مردم افغانستان رهایی حاصل کنند و رای بیرون رفت با وجود بیاد ما واقعا ملت فداکار و قهرمان افغانستان مثل که در طول تاریخ نشان داده که هیچگاه تلاشایی که به خاطر نفاق قومی، مذهبی، سمتی و نژادی گویا از طرف حلقات خودخوانده و خاصه که بر افتاده انشاءالله یا به این اهداف شوم و خود دست پیدا نمیکنند نکته سوال برانگیزی که برای همه مردم افغانستان از قسم که شما در انانسی ها کردین که شده میتونه دو تن از افراد انتحاری که یک موتر مملو از مواد منفجره و یک فرد انتحار کننده اتا با که تدابیر شدید امنیتی است و از چک پا... پاینت های که در دروازه ورودی شهر کابل است اینا با نقاط مرکزی شهر را پیدا میکنن ما باوریم این است که با تغییر تکتیک وضعیت هغه موجوده کې مخالفین ازو استفاده میکنند بر نیروهای امنیتی است کینه ظرفیتای کشفي او استخباراتی خپله بلند بوبارند ساحات خو غواخاله بابرکه یو وسلواله د علاقې ولای شيخ خپل باغه جګړې استاکتیکونو تبادل ورکړي اما په دغه په زواک سره شمس مخ سرتینی دی او دلته حکومت ته دوی نشي کولی خپل جګړې په تاکتیکونو تبادل ورکړي بسيواصله بجاس په موقعه کې ببینین امروز حلقات استخباراتی کې علیه مردم به دفاع افغانستان می جنگان اینا بدون حمایت و پشتیبانی نظام های قدرتمند استخباراتی هستند که هر آن اونا تکتیک خود تغییر میدن. بر ما است که ما با تدابیر که از قبل گرفته شده ما باز می خواهیم که یادآوری کنم که در آموزشگاه ها در جاهای سپورتی استیدوم ها و مراکز آموزشی حداقل تدابیر بسط باشه که افراد مشکوک و سایت مشکوک امین دکتر تکمیل کنم و مشکوک افراد مشکوک اینا جدا زیر بازرسی و کنترل قرار بگیرن ببینین امروز متاسفانه من فکر کنم رخداد خونباری که در سایه داشته برچی رخداد ما شاهد رخداد عین واقعه در دو سه مرتبه دیگه بودیم که اگر باید داشته باشین بحث شش درک بود که چون این عمله اولی که صورت گرفت به تقیبش عمله دومی بود در سایه مکرویان سیوم این اتا این حادثه سیوم در شهر کابل است که تقریبا مشابه با هم هستند <applause> بینان بحث کلان دایی است که ما با یرف شما موافق هستم که بر دولت و نیروهای امنیتی است که چالش هایی که با تکتیک های جدید تغییر میکنه اس قبل آمادگیایخه داشته باشه زمونه کې وسایت مشکوک مې باشه افراد مشکوک مې باشه ائنه موارد کې جدا موارد پیګرد او کنټرول قرار بگیرن هله ببرک د دیتا په واره اشاره وکړم چې په روسي په وجنې چې په دشته برچی کې مخصوصا تر سره شوغه هم شاپ ش تقریبا دیوي میشتپلر کې یهم د لیوی میشتنه د زیات مودې په لړ کې با کوم پیخه چې تر سره شو دی ته ووس ویل کېږي دا سیستماتیکی وجنې دی او هدافې وجنې دی او دی وقوم د منڅډولو لپاره دي مشخصا ستا نظر هم غواړم دقیق په همدغه مسالړه اگر واقعا په پښینې چونی عملات نظر به اندازیم شما شاهد حملات انتحاری در ولایت ننګرهار در مراسم بازی کرکټ بودم ما فکر کوم که تروریزم قوم نه مشناسه سرحد نه مشناسه هر ان کینه توانمندی و ظرفیت پیدا کنن عمل میکنن یک نکته را که باید یادآور شد که امروز چرا گویا بیشترین ساحات که اماکن مقدسه ماست یا آموزشگاه های ماست یا مراکز تربیعی ماست اینا مورد عملیات های انتحاری و انفجاری قرار می گیره روشن است با مردم افغانستان در ابتدا با یک نکته یاداوری کردم متاسفانه جنگ نیابتی کشورهای منطقه و فرا منطقه که امروز متاسفانه به نحو اینا میخواین که افغانستان هم شامل از جنگ بسازه بر سیاسون افغانستان است که اینا در قبال قضایا و جنگ هایی که مرتبط به دولت افغانستان نیست و مرتبط به مردم افغانستان نیست و این منافع ازی به کشورهای منطقه برمیگرده ما در چنین وضعیت به طرفی خود حفظ کنیم امروز متاسفانه متاسفانه تعداد از هموطنان عزیز ما بنابر مشکلات اقتصادی بنابر جبر زمان اینا بنابر مجبوریت ها حتی اینا با جنگ های که هیچ مرتبط به افغانستان نیست فرستاده میشه یک بحث مچول و پنهان نیست که امروز در صفحات اجتماعی در صفحات مجازی حتی کلپ های ویدیو از یا به نشر میرسه بر سیاسون افغانستان است و بر کسایی که واقعا اینا مسئولیت خود و گویا رهبریت را ادعا می اینا اینا هرچی آجل اقدامات عملی رو روی دست بگیره که افغان از ناتوانی های اقتصادیشان و از مجبوریت های سیاسی شان استفاده صورت نگیره که اینا گویا به جنگ های دخیل شان که مرتبط به دولت و مردم افغانستان نیست مثل که ما بارها تأکید کردیم یک نکته دیگرم که میخوایم بر دولت جمهوری اسلامی افغانستان است او حلقات و او جریان های ساسی که گویا به عنوان ابزار از افغانستان هدف ما کشورهای همسایه است اینا با وسیله افراد جنگی به خاطر بدست آوردن اهداف خود اینا گویا ای افراد استفاده میکنن جدا از مجرای دیپلماتیک از طریق وزارت خارجه افغانستان با اینا در تفاهم و در تبانی صحبت روی دست گرفته شود که دغه افغانانو گویا بچونين جنگایي کی مرتبط به دولت او مردمو افغانستان نشي په خاله ببرک په دی پرخه کې کار نه دی شوی مشخصا سوسه اشاره د سوریي جګړه جګړې ته دی چې یو شمېر افغانان تلګل کیږي چې د دایښ پرواندي جنگي کې په یقین کامل ما فکر کوم چې دولت جمهوریت اسلامي افغانستان قسم که قبلا دی رابطه صحبت صورت گرفت ممکن که ایروال اینا ادامه داده باشند و بر مسئولین سیاسی و دیپلماسی افغانستان است که پاسخگو باشه با مطبوعات افغانستان و به رسانای افغانستان و به مردم افغانستان ما باور می است که امروز ببینید ما بیشترین مهاجرین خود در دو کشور همسایه که جمهوری اسلامی پاکستان است و جمهوری اسلامی ایران است بیشترین مهاجرین ما در دو کشور زندگی میکنن و اکثر از یا بالاترین تعداد از یا فکر کنم که امو کسایی هستند که بنابر ناملایمات روزگار یا بنابر مساعد نبودن وضعیت دوباره برگشتشان به کشور اینا تا انوز که هنوز از دهی کشور ها باقی مانده ما متاسف هستیم که این هموطنان عزیز ما بنابر هر دلیل که هستک اینا فرستاده میشن به جنگایی که ما گفتم که مرتبط به مردم افغانستان و دولت افغانستان نیست و سود زی به کشورهای دیگه هستک به این جنگای فرستاده میشه که بر مقامات رسمی دولت جمهوری اسلامی افغانستان است که هر چی سریعتر دهی رابطه موقف و موزی روشن خدا با یکی را داشته باشه پس در دشت برچیل مسئله سر بولی؟ زمانه که گروه دولت اسلامی و یا داعش خود از اونا مسئولیت چونین امر با خود میگیره طبیعی است که بارها گویا چونین گپ زمزمه شده و متاسفانه متاسفانه اما باز تاکید میکنم که جنگای نیابتی را که گویا اونا تلاش دارن که دوباره در افغانستان دامن بزنن و بحث اختلافات مذهبی را قومی را بیشتر بسازن یکی از عربه هایی است که اونا ایر دنبال میکنن بنان بحث کلان است که در چونین مقتی اساسی و در چونین یک فرصت که ما تقریبا در خط مقدم مبارزه با تروریزم قرار داریم یک چالش دیگه هم نو سر رای دولت و مردم افغانستان با وجود آمده که بحث پرابلم جدی با غوروی دانشس حال په برګ په د وروستیو کې د ملګرو ملتونو سازمان هم راځي یو امر خبروي چې تقریبا د مليوالد حکومت د لدوري خاطر وسپوري تقریبا 3000 ملکي کسانو ته مرګ شو په وخت دی د غشميري واقعند ده د اندخي وارد ده د ټول افغانانو لپاره د طالبان د منپور مليتنو سازمان ته هم دنیو کې کی ګوتنیول کیږي کی وله دوی خپل لاس په کار کېږي نه یوازې دو دوی مسؤلیت امر خپل ول دی هر کال دوی اما خپلوي چې دوه مرملکی کسان په افغانستان کې وشل شي دوی مرټ پنځې وي اما دوی هیڅ وخت د سند شوي چې شو دوی د افغانستان د حکومت سره کینې په خبرخه کې په دوی ارتیاو یو هغه مشوري شبات افغان حکومت ورکوړي او هغه مرسي چې دوی له افغان حکومت سره وکړي په دې برخه کې نه ده کړی وله یوازې د پاره یاد عمر د خبرولو لپاره د ملګرو ملتونو سازماني دفتر دلته شته دقیقاً همدرکه سازمان ملل متحد نمایندګي ازمه کشورا کې عضوای عضو دایمي دران او عضوای موقتي دران او ino په نمایندګي همه کشورا گویا یک یک یک, یک چتره بزرگ است کې درقبال همه قضايا تصمیم گیرنده هستند در په لوزی شورای امنيت سازمان ملل اس كنا د علاطه په قضايا اقدامات عملي و حتی ګوزینوي نظامي له روی وز رو دران ما متاسف هستیم که تای سالیان متمادی تقریبا در طول 17 سال هیچگاه جامعه جهانی با مردم افغانستان هم صدا و هم آواز نشد متاسفانه بارها دولت افغانستان و مردم افغانستان گویا صدای خود بلند کردن جنگ کلای دولت و مردم افغانستان بر افتاده یک جنگ تحمیلی استخباراتی است که مرتبط به افغانان نیست و این جنگ جنگ تحمیلی است ولی متاسفانه یک روی کرده را که حد اقل کشور ثبات بیاره امنیت بیاره هنوز که تا هنوز است ما شاهدش نیستیم در پهلوی از موضوع دیگه که واقعا امروز جریانای جنگی علاقات استخباراتی که از طرف کشورهای منطقه و فرامنطقه تمویل و تجهیز میشه ایدگاه سازمان ملل متحد و یا شورای امنیت سازمان ملل با یک قاطیت و جدیت گویا با اونا یک برخورد جدی و قاطع نداشتک همواره به تایید حرف شما که نه جز گویا ارقام پخش کنن و بیشتر زینیت ها را مخشوش بسازن در اینجا شک نیست که تلفات ممکن که در حد تغییر باشه و یا ارقام ثابت نباشه ولی ما متاسف هستیم که ما هر روز شاید قربانی هستیم شاید قربانی نیروهای امنیتی خود در ولایت متعدد افغانستان شاید افراد ملکی و دفاع افغانستان حتی ده موارد است که امروز مردم افغانستان باو با مسائل 359 مې خو غل په براک اوس مهال باید څه و شي دا افغانان د امنیت د ټینګښت لپاره مخصوصا د غړول مراسم او د اوس شتبه تاسو ګونګه سموچدي <applause> چې د غړول بریډونه تې وقاوم <applause> او د یو اس په منځولو لپاره سیستماتیک وژنې دي د دې لپاره چې مخنیوي وشي د تلفاتو <applause> تخاد ملکي وګړو د تلفاتو تخاتب باید و شي مهرم الهرم مې شم نګدي د غړول مراسم هم تر سرکېږي وير همدا ده چې ممکن بیا هم دو هدف وګرسي صوایت وشي افغان حکومت په د خبرخاني چواید و دو موضوع ځای راوته یوهی مکلفیت او مسولیت نیروهای امنیتی او کشفي افغانستان است کینه در نهایت امر ادارات جدي خوده و تدابیر امنیتی گویا از قبل رویدز گرفته شده را رو رویدست بگیرن نکته دومیه است که همکاری مردوم با دولت و بر مردوم است که از چنين تجمعاته که گویا جان هموطنان ما به خطر مفته و سطح تهدیدات در نهایت عمر بلند است ما از چنین گرد همایی ها و تجمعات خودداری کنیم میبینین بحث اول نیست من فکر کنم که از همه اولتر در اولویت عمر فکر کنم که در مطابقت با اساسات دین مقدس اسلام هم جا نگاه کردن فرض است و مسئولیت است که هر انسان گویا, گویا تلاش کنه که از خطرات گویا دور باشه ولی بحث بزرگی است که ما با سران سیاسی افغانستان با مسئولین دولت جمهوری اسلامی افغانستان ایره پیشنهاد میکنم که در طول تاریخ ایره نشان داده و ای ثابت شده که هیچگاه کسی نمیتواند که یک قوم گویا از, از, از جغرافی یک کشور حذف کنه جزی که ما همدگی خود بپذیریم و روحی تحمل پذیری را در بین خود ایجاد کنیم و الحمدلله مردم افغانستان ایره نشان داده که هیچگاه های خارجی باعث از اینه میشه که در بین مردم افغانستان نفاق و بدبختی را گویا که اونا تقاضا دارن اوت یک وضعیت ایجا با وجود بیارن امه. امروز خوشبختانه با بیداری نست جوان و آگاه که گویا چون این موضوعات تعصبات قومی سمتی حتی مذهبی از این کشور رخت بسته ولی اصلا حلقات استخباراتی که اونا دوباره برای دست پیدا کردن با چنین این خود تلاش میکنن که گویا ای هر بره به کار ببرن و از ای را پیش بره بحث دیگه هم که ای است که ما هزار زمان دیگه بیشتر نیاز داریم برای وحدت ملی برای یک پارچگی مردم خود و برای اتفاق وحدت و همدلی خود ما با صراحت گفتم میتونم که متاسفانه ما در رابطه با جنگ های داخلی را که تجربه ناکامه که بود تکرار چون این تجربه ها باز هم ناکامی است و بر مردم افغانستان است که در یک محور واحد ملی و زیر یک چتر گویا دولت جمهوری اسلامی افغانستان اینا متحدانه و مشترکانه عمل کنند دیر مرانه که سلامت دغهقدر ملیدونکو محمد الله بابرک سیاسي تحلیلګر تاسو په مصره په سېجو کې وو د وړ میورزه د زمړګ بریډ په اړه چې په دشت برچی کې تر سره شو باسه خبري ترې هم درلوده د دوه نظریات هم تاسو ووریدل لاندې ته مې سوته عم خاراغلاس خبرونه ته دوام ورکوم د ټلو نیوز خبريال سميم پرمار سعود هغه د کیمراماين رميز احمدي مړي په جړا او, او انګولا کې خاورو ته وسپارل شو د فرمارز کورنۍ حکومت خبريالانو او هی واتوالو ته ورجلو مسؤول بولی او وایي چې سميم لډي رو نیمګړو ارمانونو سره لدی نړي سترګي پټې کړې د خبريالانو ملتړي بنسټونه او خبريالان هم په ديني وکه کې چې په خبرې د خبريالانو د خوانديټوب لپاره کومه زنګړی تګلره نه ودا پایان پایکر سمیم فرامرز خبرنگار تونونی اوز را اینجا بردند با عشق ناله ازش خدافیزی میگیرند مرد که سالها از انتحار انفجار اطلاع رسانی کرد و از صبح و تیر روزی های مردم مینوشت نوشت و می گفن. خودش قربانی پشت خبری حمله انتحاری شد و رفتنش همه را سوگوار ساخت. سنگردار اطلاع رسانی و آزادی بیان را در دل خاک میگذارند و روی هزار و یک آرزویش سنگ گذاشته میشود. سی مقصه سمیم فرامرز چندین بار گواه جان باختن همسنگرانش بود. اما از راه لارستانی عقب نکشید و فکر و ذکرش آموختن و کار کردن در بخش خبرنگاری بود. اینا بیشتر از مشکلات اقتصادی رنج می بردن و می گفت اگر من پول می داشتم یا مثلا خانواده این دوازیت بهتر می بود ترگیز از قضاقستان نمی آمدم و در اونجا میتونستم که دکترها یا مثلا مصاریخ را پیش ببرم. زمینه یا کدام تدابیر امنیتی را همیشه نگرفته بوده. مخصوصا در جایی که انفجار و انتخار میشد بار نخست نیست که خبرنگاران تومه همچون حملات پیهم هم و هدفمند انتحاری میشوند اما چرا چاره برای مسئولیت خبرنگاران سنجیده نشده؟ کی مسئول است؟ هم مالکان رسانه مقصر هستند هم نیروهای امنیتی مقصر هستند که بعد از رخداد حادثه اینها منطقه را انصداد نکردند حکومت افغانستان توانایی اتخاذ تدابیر پیشگیرانه را متاسفانه یا ندارد یا اصلا با شنیدن کشته شدن افراد بیگناه و شهروندان عادی کشور خو کردند و خم به ابرو نمیارن اشکناله پیکر رامز احمدی تصویر بردار تولونیز را نیز همراهی میکند رامز رویدادها را به تصویر میکشید اما امروز رومت خو یک بچه بسیار رومت کش بود. آم دت لو ام پانتون میخوام. و د غیر از روی ما هم کمک میکرد در خانه در فامیل. در بیشتر از چهار ماه این دومین بار است که خبرنگاران به گونه هدفمند نشانه حمله انتحاری قرار میگیرند. در حمله شش درک نو خبرنگار جان باخته بود و حالا در حمله دشت برچی دو خبرنگار. با کو پم دغه موضوع باندې مولوي شي رحمت شمس الوطن ديني عالم دالمصربو سټيديو کړه دا له دوی سره باس کو په دې اړه چې ملکي انا او بیگونا به انسانان د ترغور له خوا هدف ګرځي او دا د اسلام له نظر په ماته حکم لري تاسو خبر خلاص مننه مولوي صاحب شروع کې په بیگونا او بے دفع خلکو باندې او په دغه سکسانو باندې چې اصلا په جګړه کې خکیل ندي با دوی باندې پرته او دو دوی وشل څه دا اسلام له نظر څخه حکم لري بسم الله الرحمن الرحیم ز خپل سلامونه تاسو تست تاسو ټولم کارانته او درنه لیدونکو ته وړاندې کوم علیکم السلام غپازینځاس کې پروردگار در قرآن میفرماید کې ان الله لا یغیر ما بقوم ان حتى یغیروا بانفسهم خدایوند در قوم او در ملت هجګي تغیرات را به وجود نمیره تا زمونه کې ملت و قوم خودشان سرنوشت خود تغیر ناتن پس این حملات بار اول نیست بار دوم نیست سوم نیست چهارم نیست بلکه حتی لا متناهی شده <applause> حملاتی است که لا تناهی سرنوشت از معلوم نیست به کدام اندازه میرسه ما خدمت بینندای محترم و از طریق شبکه جهانی شما که اینجا حضور داریم میبینن ما یک چند پیام خیلی مختصر و کوتاه دارم خدمت از یا در قدم اول تسلیت برای خانواده شهدا میگیم و برای زخمی شفا عاجل میخوایم سخنا خیلی فشرده و کوتاهی است که استخبارات منطقه و جهان به حد نفوذ کرده در کشور به نام افغانستان که لانه هایشان به حد قوی شده به حد قوی است که هیچ امکان نداره که لانه ها را خشک بسازند حتی رئیس جمهور رئیس امنیت و رئیس اجرایه یا از تعقیب کردن چنین لانه های استخبارات منطقه و جهان عاجز ماندن حتی سراغ ندارن که ما با یا چرخ معامله انجام بدیم استخبارات منطقه و جهان قوتش در از که تعدد احزاب افغانستان سبب شده تا که برای استخبارات منطقه و جهان یک لانه قوی برشان یک پناهگاه قوی در افغانستان داشته باشند با وسیل از این تعدد احزاب سیاسی که در وزارت عدلیه متاسفانه ثبت است و اونا سالانه اما فیس خود پرداخت میکنند به وزارت عدلیه و بالاخره زیر چتر نام احزاب کارهای استخباراتی منطقه و جهان را پیش میبرند و اگر ما بخواهیم که این استخبارات منطقه و جهانی که در افغانستان کار کرده رئیس و ملت افغانستان و جان شهروندهای افغانستان هر روز میگیره و ما شاهد هستیم ما خبر از او را پخش میکنیم بالاخره باید حکومت یک اراده قوی و تصمیم جدی داشته باشه در ارتباط از که به وزارت عدلیه جدا ازش خواهش کنه و دستور بده و هدایت بده که احزاب سیاسی که والا دو هزار احزاب سیاسی هم باشه یا یک حزب سیاسی بساز زیر یک چترین اینیا را جمع کو و این یک بدبختی که در وطن ماست هر کسی که لیسانس شد ماستر شد رفت وزارت عدلیه به نام حزب سیاسی یک حزب را ثبت کرد و رفتم کشور مربوطش ازش پول و امکانات ازش میگیره و اینج استخبارات از او منطقه و جهان <applause> پیش میبره این باعث از این شده که ما هر روز شاید انفجار انتحار هستیم این رو میمانیم در جایش که از دیدگاه اسلام چه حکم داره و این نشست علماء در جده، نشست علماء در قطر و نشست علماء در و نشست علماء در خیمی لوی جرگه این ای کفایت که میکنه ما هر روز از علماء فتوه پرسانه کنیم باید از علماء مشوره بگیریم فتوا یک فدواس هر روز تغییر نمیکنه فتوای چنينيست كه يک ما پيش فتوای ولا ما يک چيز باشه يک ما بعدش تغيير كنه فتوانه مو فتواس كه اجماع علماء صورت گرفت پس بل اخر بیايم كه راي حل بسنجيم يک راي حل مشوريه كه ما بر ملت تفلس پټوله کوي چې افغانستان کې يو شمیر سياسي گوندونه په تغړول بريدونو کې لاس لري يې چيز واضح اس اګي يادداشته باشه پسي كه به نوم دایش يا به نوم القايده ميانه داشته برشي انفجار ميدن چی آگاهی دارن که این القاعده یا به اصطلاح داعش یا از کجا آمدن کیا آره را جای داد و کیار را سب کورولا پلیت لمر افغانستان است امیر ریاست ترافی پلیت داده و اینجا کسای که زورمندا هستن به حساب احزاب سیاسی که به استخبارات منطقه کار کرده ریسن اونا ده خانه جای میدن بل اخر جه سپورتشان میکنن جه مجهز تجهیزات برشان آماده میکنن وقتی که مجهز ساختن آدرس هم ورزشگاه و آدرس مسجد آدرس مدرسه آدرس هم شبکه هم برشان میگن که ده فلانی جای ده فلانی ساعت برو خب گپ دومی که خیلی آدم تکان میده و خیلی شرماور است به ملت افغانستان به خصوص به نیروی امنیتی افغانستان که وقتی که یک از حاضرین کسی که دمو ورزشگاه حاضر بوده دو کلاب نزدیک کلاب من نیروی امنیتی را گفتم که یک ساعتی موتر اینجا جست از مشکوک است یک ساعت یا یک کنیم ساعت فکس موتر اونجا موتر کورلای که انفجار میده خدا اونجا توقف میکنه استاد است و اینقدر نیروی امنیتی ضعیف است که حتی شناسایی کردن نمیتونه که موتر چه کار است از کجا مسیرش در کجا چرا استاد است چرا تلاشی نمیکنه این خوش ضعف نیروی امنیتی ما را نشان میده ضعف نیروی امنیتی ما از کجاست شیوه امنیتی را که بر نیروی امنیتی سپرده نی فرسوده است از شیوه جدید باید استفاده شود میکانیزم های جدید برای نیروهای امنیتی دولت باید برشان زمینه را فراهم بسازن از امو امنیتی های پیشرفته جهانی که کشورهایی که در امن است از اون میکانیزم کار بگیرن بالاخره نیروی امنیتی را به وادار بسازن که شما از این میکانیزم کار بگیرین پیش برین انشالله ما دوگه شاید انفجار انتحار نمی باشیم یک دوم تعدد احزاب و تعدد احزاب در سیاسی در افغانستان این تعدد افتراق است ای به مونا که ملت یا پارچه پارچه ساختین هر کسی که 20 نفر قوم داره او رفت یک حزب سیاسی ثبت شده در وزارت تدلیه او یک حزب بر خود جور کرده بالاخره مجبور است خویش به خود پیش برده نمیتونه کنم عاید شخصی نداره به یک کشور منطقه و جهان استخباراتی میکنه کارای اپراتیفی و استخباراتیش پیش میبره بالاخره به نفش کار میکنه و اینجا ما کل ملت افغانستان آل میفهمه آجت به این نیست که مردمای سیاسی بند این میز گرد بشینن آل مل... زن و مرد افغانستان میفهمه که در افغانستان جنگ جنگ استخبارات است استخبارات سعودی کار خود کرده میره استخبارات ایران از استخبارات آمریکا خودش حضور داره نظامی و استخبارات چین و هند و روسیه و ترکیه و بالاخره پاکستان است پس به یا کار میکنن. کدام رئیس جمهور ما خود ترکی نیست رئیس جمهور ما ایرانی خو نیست رئیس جمهور ما روسی نیست رئیس جمهور ما آمریکایی نیست رئیس جمهور ما عربی نیست پس کسایی هستند که نمایندگی از عرب میکنند این مملکت کسایی هستند که نمایندگی از روسیه و از ایران میکنند از پاکستان میکنند اونا هیچ ضرورت ندارن با آمدنشان اینجا حالت غزنی با چی حالت بود ما هر روز در گلیم غم نشسته هستیم جوانای خود از دست میدیم مادرای خود از دست میدیم همشیرای خود از دست میدیم اطفال خود از دست میدیم ساختمانای خوبی که برای بهبودی افغانستان بر رونق افغانستان ساخته شده به کلش به زمین ریخت ولایتای ما قماندانی ما وقتی که دم نزی خبرنگار ما رو که حفاظت چکنه خبرنگار خود جایش بون یک فرد نسبتا با دیگر عادی است یک قماندانی با جمع ولایت جمع پرسونل و در غزنی در داده میشه آتش زده میشه ایره جواب شکر جمهور داد که جواب از دو تا خبرنگار بگه ای خبرنگار اول نیست که کشته میشه این خبر چندین خبرنگار است و یا حادثه اول نیست که رخ میده داشتی برچی چندین حادثه است ما یک چیزی که در افغانستان ما که میگم تعدد احزاب سبب امی بدبختی ها در منطقه ما شده علت که قوم پرستی را ایجاد کرده امی تعدد احزاب پښتون رافته بر پښتون خود حزب جوړ کړه تاجک رافته بر تاجک خود حزب جوړ کړه ازبک رافته بر ازبک خود حزب جوړاړه د وزارت عدلیه ثبت کړه هزاره مو رافته به هزاره خود بل اخرې خون هزاره بر تاجک مباح شوت خون تاجک بر پښتون مباح شوت خون پښتون بر ازبک مباح شوت چون از دید حزب پښمنه از دید اسلام از دید انسان یات خو خبر ته چانس دی د تهدید احزاب افغانستان کې د بهرنیو استخبارات تأخير چانس دی او خځینه دی کله چې د احزاب ورخښي د افغانستان بخې ان دا پاتې کې ورته کې خوده لشي زه مطمئینم په افغانستان کې کسر په سلام نیترانه شي سلپس په دنیا کې امناد نشته نووی پیڅه هم نیتر به از ان شاء الله اولا من سپ تاسو وړاندې اشاره وکړله چې پاکستان ایران سعودي عربستان او ترکیا او شمیر نور هیوادونه د افغانستان په جګړه کې دخیل دي دغه په هیوادونه څاربه پردي چې افغانان او مسلمان هیواد دی څړول په کوم انګیزه باندې په افغانستان کې جګړه پای کړی دا او په یو ډول ښکیل دي ترڅانګي آتا په پاکستان دلته ده جګړې فتوا ورکی وچدل ته جګړه په افغانستان کې راواده په کومانګي زبان دي انګلیزه انګلیزه پاکستاني انګلیزه سعودي عربستان انګلیزه اسلام نیس کې ما وګورم بر مبنا اسلام پيش میره استخبارات سعودي عربستان کاملا استخبارات يهود و نصارى واستخبارات پاکستان کاملا استخبارات انګليس است تمام منابع شون او تمام دروآمدای شون حتی کشور پاکستان همال بیمه شوډه کشور پاکستان از صحتش گرفته تا معارفش تا تمام نظامیش بیمه است بیمه انگلیس است تمام چیزشان پرداخت میکنه به انگلیس یک مسلمان افغانستان چه حیثیت داره یک مسئله است پس سعودی عربستان اینجا که جنگ میکنه میدان رقابت ساخته با ایران ایران و سعودی به حد یا در جنگ در سوریه در لیبیان براخره در مصر در عراق اینا درگیر بودن اونجا سعودی عربستان شکست خورد تنها یک میدان جنگی که برای سعودی عربستان و برای کشور بنام ایران و برای پاکستان و هند که رقابت های دارن باقی مونده دا افغانستان است اینجا معلوم نیست که کدام از این شکست میخوره نو شکست میخوره نو شکست میخوره که شکست میخوره پای که میده میشه پای کسای مشکنه که افغان است در خون خاک کسای میشینن که افغان است. و مسئله دوم خدمتتون عرض کنم ما وقتی که غلامی کسی کس را قبول کردیم بیا درست غلام شویم اگر نیمه غلام باشه ما شاید هر روز همین رقم خونریزی و ریختن خون جوانای ما هستیم هر روز ما شاید یک انفجار انتحار خواهیم بود چون ما غلامی را قبول کردیم ما غلام امریکا هستیم ما غلام انگلیس هستیم غلام هند هستیم از پاکستان هستیم هزار کسی کسی رئیس جمهور میگم با جمع رئیس اجرای جمع پرسونل که در سران حکومت وحدت ملی سن این کل دنیا میفهمن شما غلامی را قبول کردین وقتی که غلامی را قبول کردی مکمل غلام شو که هم بادار دلش بسوزه برد نیمه غلام هستی نیمه غیرت افغانیت پیش میبری این باعث شده که در وطن ناامنی بیاد اگر واقعیت افغان هستی با غیرت هستی با وجدان هستی بالاخره حرکت کو به طرف ازی که ما هیچ غلامی را قبول نداره ولا تک تک اگر غلامی را قبول میکنی کاملا غلامت هستی مثل پاکستان غلام انگلیس است غلامی پاکستان و مثل پاکستان قبول کو یک نسبتا در افغانستان یک امنیت و آرامش نصیب ما شود یکی دو مسئله امی ابتزال که در افغانستان است دموکراسی را که در افغانستان زن و مرد ما تمثیل میکنه و دموکراسی از چوکاتش بیخی گذشته به اندازه دموکراسی نیست که در افغانستان مردمی را جلوه میدن دموکراسی از خود حد و حدود داره دموکراسی از خود قوانین ساخته شده قوانین داره اما ملت افغانستان در گوشش یک چیز به نام دموکراسی اومده به حد فحشاست به حد ابتزال است به حد به است که حتی حکومت هم خاموش است و این باعث ناامنی های ما در جامعه است یک از بزرگترین عامل ناامنی در افغانستان که مورد هدف داعش قرار میگیره مورد هدف طالب قرار میگیره امی فحشا و ابتزال و بی‌بندوباری و بی سران حکومت و داخل حکومت و نظام حکومت است اگر ما ابتزال از داخل حکومت چارچوکاتش بیرون کنیم بالاخره بر داعش و طالب هیچ کدام بانی انفجار انتحار باقی نمیمونه از این جهت است که یک از گزین های خوبی را که ما باید انتخاب کنیم سران حکومت وحدت ملی باید این توجه داشته باشند که ابتزال، فحشا و و بالاخره خارج شدن از چوکات انسانیت در افغانستان هیچ گاه تاریخ ندارد. نظام تعلیمی ما نظام تحصیلی ما و نظام حکومت وحدت ملی ما به حد همی چیزایی که خلاف اساسات دین است و چیزایی که خلاف مقدسات دینی ماست ما, ما او به حد جلوه میدیم مثلا ما یک شبکه را به صراحت نام میگیرم مثل شبکه خورشید و طلو اینها به حد که امو برنامه های ابتزال پیش میبرند که حتی آدم شرمش می خجالت میکشه از دیدنش سوریال های ترکیه سوریال هندی و ترکی و عربی و نمی از گجا و گجا و ایرانی رو پیش میبرن. برن حتی تفلکات دیروز دو تا طفل سره که دیگه فیر کردین این چیزایی است که با اساسات دین ما با مقدسات این زمینه سازی بریزی که طالب ها میگه بزن طالب ها همیشه ادعایش است، رسانه ها باید خود اصلاح کنن ادارات دولتی باید خود اصلاح کنند چوکات برابر شوند بالاخره گفتین که شبکه که به نام خورشید از یاد طلوع است هر شبکه که باشه فرق نمی کنه افغانستان است اینا باید حد و مقدسات دینی را ارزش های دینی را و اساسات دینی ما را مراد کنن و ارزش بدن برش ارزش قائل شن به آزادی ما گفتم از دموکراسی آزادی ملت افغانستان حتی دموکراسی شرمش اومد ما چطور در افغانستان اومدین به اندازه مسئله دوم که خدمتتون عرض کنم تعصبات قومی امی احزاب سیاسی باعث شده که تعصبات قومی ایجاد کنند مثلا در افغانستان یک حزب ساخته شده به نام حزب ثبات یا حزب مردمی یا حرکت مردمی یک حزب جور میشه دو حرکت یک گروه داخل میشه که مطلق پشتون باشه یا مطلق تاجک باشه یا مطلق هزار آل به خاطر که زیر اعتراض وزارت عدلیه و قوانین عدلی نیاین یک چند تا هزاره هم دو شامل می یک چند تا ازبک هم شامل می سازن نسبتا یک افراد مشخص ماین اما صلاحیت های کار دادن می شده ویست بلاخره ای احزاب باعث شده که تعصبات قومی را در افغانستان دامن بزنه امیست <applause> که پشتون بلند میشه هزاره رو می کشه بلند میشه پشتون رو می کشه تاجک بلند میشه شه بلاخره ازبک از بین می بره. بلند میشه تاجک از بین ای تا ای انفجار و انتحار در ساحات حوزهات کابل رخ میده بلاخره، ما دیروز پری روز با یک آمری نوزه شده بودم بلاخره، آمر صاحب گفتم که با این مردم آشنایی داره میگه هیچ کسی نمیشناسم و دوم باعث ناامنی خطرناکی که در خصوص به خصوص در کابل است زود زود آمرین حوزه را تبدیل و تغییر میدن یک هفته یک ما از آمر یک عوضه سپری نمیشه ببین که یک آمر حوزه دیگه آمد تا او که با ملت با قوم با ناحیه با حوزه آشنایی پیدا میکنه تغییر میده دیگه میاره ی تبديلین څه دي نو څنګه د خلکو د خلکو غوښتنه واچې باید عدلون بدلون راماس شي تر سو وشو کولای چې په هغه ساهو کې چې حوزي دي هدا قل وشو کولای وش او سوي وشو کولای د ساهو امنيت ټینګري فکرنه کوي په عدلون بدلون کولای شي چې نتیجه ورکړي د عدلون بدلون دا پمیاش چې تغیرات نه هر میاش کې و امر بدل شي نو اوس د میاش یونی میاش کې امر دی اوزه دی او موزه راغله دی ما ورتل چې امر صاحب د خلکو سره دی د ګزار وکیلانو سره پیژنې و نه د علماء او شورا سره پیژنې وینا مې د سپینګرو سره شیناختوي نه ترسو چې دا شیناخت پیدا کې بل قماندني بل امر ورتلې نو دا به کله امنیت راولي هیڅ امکان ننداره چې اګامر اوزه د هر ما تبديل کونه او امنیت وره وقتی که یک آمر حوزه حداقل اقل شش ماه بر از او فرصت داده شد که با مردم با یک ناحیه فرصت پیدا کنه شناخت پیدا کنه با ریش صفیدش، با ملای مسجدش با وکیل گذرش با متنفیزینش با مو کسایی که مورای کلیدی در یک منطقه در قریه در کوچه هستند با اونو همه هنگ و ارتباط پیدا کنه بالاخره همکاری مردم با پولیس و همکاری پولیس با مردم باشه توجه ای یک امنیت به وجود میره هغه ولوسه معنا نه کوله تاسو نه مولوی صاحب تاسو را وای تاسو وړاندې مرته اشاره وکړل چې جدغه کې خطر کې همدارنګ هندونزیه کې ترڅنګ دوله مونا سپه کابل کې چاته ټارګیټ شو د وسلوالو مخالفینو لخوا په څومره غیزه کړی دی او د دې ترڅنګ یاد بلک مناسشت د علماو چې په روسي کې تاسو کې ګرون وکړي ما د شبکې شما مې یو ځل ګفته بدم چې نشسته یو نمایشی و گای گای امو پیامدهای خوبی را با وجود از اینکه بیاره پیامدهای بد را میاره به خاطر از این نشست طالبان رد کردن دایش هم رد کرد دایش خو اصلا نشست قبول نداره نشست چی است هر جایی که میشینین بشینین ما به نشست شما کار نداریم طالبان رد کردن گفتن این نشست ها و جلساتی که در قطر گرفته میشه در جده یا در اندونزی یا در این نشست نیکولسن است که قماندان عمومی ناتو گفته بود اگر طالبان به مصالحه در میدان نیاین ما فشارهای مذهبی رو وارد میکنیم این نشست پس هر چقدر نشست صورت بگیره از وزیرم و قماندان عمومی ناتو خراب کرده به خاطر قبل از وقت فدوای خود صادر کرد او نظر خود قبل از وقت داد که نشست های علما را ما برگزار میکنیم فشار های مذهبی بیاره ای به این فشار مذهبی است که از از دیدگاه مذهب یا فشار بریم که آقا نشوان وقت گپ خود قاطی کردن پیش از علما را گفتن نه مصرف دولت کنید نه مصرف جیب شخصی تان کنید نه خود سرگردان بسازید این فرمایش قماندان ناتوس یکی و دومش به یک ملت با یک دولت یک روحیه میبخشه بخشی نشستا که <applause> این علمای ما فتوای در فتوای خود اجماع کردن اجماع فتوای علما یک روحی قوی به نیروهای امنیتی و به نیروهای دفاعی و بر سران حکومت و همچنان به تمام حکومت هایی که از وحدت علما یک روحی خیلی قوی است برای دولت که باید توجه جدی شود ان شاء الله امیدوار هستم که نشسته ولما اگر واقعیت ولما را صلاحیت یې را کې حق درن برشان داده شو او ما امید ورم چې ان شاء الله 80% 90% در برخې امنیتی په خاطر سول افغانستان یا کار میکنه وا کار مثبت از ان شاء الله ډیر ملنه کوم مولوی سله تاسره قدر مون لیدونکو مولوی شه رحمت شمس الوطن ديني عالم مصر په استودیو کې و با خبري تر مترلودی ما را نه کو په دوي نظریاط samtaswa وردل لاندې د منی سوت تا... با عرض سلام و مجدد به ادامه برنامه آغاز روز خوش آمدید بیش از چهل هزار غیر نظامی در چهار سال اخیر کشته و یا هم زخمی شدند کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید تلفات ملکی بیشتر از هر زمان دیگر اکنون در افغانستان بلند است و این بی امنی سبب شده است تا افغان ها به کشورهای دیگر پناهنده شوند حسوی هم سازمان ملل متحد از کشورهای اروپایی می خواهد تا در مورد برگشت دادن افغان هایی که پرونده های پناهندگی آنان رد شده است کم بیشتر غور کنند گزارش داریم در این داری مورد جنگ نفسگیر افغانستان و قربانی های بیشمار بجامانده از آن سازمان ملل متحد رقم تکان دهنده از تلفات غیر نظامیان را یاد می کند که تنها در چهار سال پسین کشته و زخمی شده در این چهار سال چهل هزار غیر نظامی را جنگ از افغانستان به قربانی گرفته است. تلفات ملکی در بلندترین سطح خودش هنوز باقی مانده است. تنها در چهار سال گذشته چهل هزار غیر نظامی در افغانستان کشته و زخمی شده است. این بسیار خطرناک است. ما شاهد هستیم که شماری از افغان ها در چهل سال گذشته در جنگ زاده شدند در جنگ بزرگ شدند و در همین جنگ مردند هرچند در سه سال گذشته فوج فوج از افغان ها حتی به گونی غیر قانونی و از راه های قاچاق به اروپا گریختند اما آغاز این چالش را سازمان ملل از چهل سال قبل می گوید In the villages so that people خشونت به حالا خوشکتالی صدها هزار خانواده را در سراسر سر افغانستان متاثر ساخته است. Schools, فقر تنگ دستی نبود کار uh, نبود امنیت خوب چالش جدی uh, jars, حساب می شود. Except. و این مشکلات دست و دست هم داده پنج پنج میلیون افغان از چهل سال به این سو کشورشان را ترک کردند. در حال حاضر بیش از پنجونیم میلیون افغان در ده کشور جهان پناهنده است. اما در شماری از کشورها با چالش جدی شبی پاکستان ایران. ما از کشورهای ایران و پاکستان که بیش از دو میلیون افغان در آنجاها پناهنده است خواستیم که دعوت کنندگانشان را به گونه قانونی و منظم همکاری کنند همچنان با جامعه اروپا صحبت شده است تا پرونده درخواست پناهندگی افغانانی که رد شده است را یک بار دیگر رویش غور کنند حالا کمیشنری سازمان ملل برای دونی میلیون پناهنده که در کشورهای منطقه باقی است تعهد دارد که در روند برگشت داوطلبانه با فراهم نمودن زمینی تحصیل و کار تلاش می تا اینها نیز با نفوس افغانستان در کشور مدغم شود همان گونه که در گزارش سازمان ملل دیدیم که بیش از چهار هزار غیر نظامی در چهار سال اخیر در افغانستان کشته و یا هم زخمی شدند این که عمدترین عوامل این تلفات تنها ناامنی میتونه باشه در این مورد بحث داریم برای بحث بیشتر عبدالله حد فرزام رئیس صاحبی کمیسیون مزقل حقوق بشر با ما در پس هستند آقای فرزام سلام و صبحتان و خیر به برنامه خوش آمدید تشکر آقای فرزام همان گوری که من گفتم آیا عوامل افزایش تلفات غیر نظامیان که گفته میشه که در این چهار سال اخیر تقریبا چهار هزار غیر نظامی در افغانستان کشته و زخمی شده تنها ناامنی را میتونیم از عوامل ذکر کنیم و یا نه عوامل دیگر هم وجود داره که بایش با باعث افزایش تلفات غیر نظامیان شده در این چند سال بسم الله الرحمن الرحیم خدمت شما و بینندگان محترم سلام عرض می کنم و به خانواده های قربانیان روز چهارشنبه ابراز همدردی می کنم و به تمام خانواده ها تسلیت عرض می متاسفانه تلفات ملکی یک مشکل بسیار جدی جامعه افغانستان است آماری که ما در کمیسیون مستقل و بشر افغانستان داره مزنو سال به ای طرف اه. از سال 1388 تا سال 1396 متاسفانه بیشتر از 64 هزار نفر از افراد ملکی در افغانستان کشته و زخمی شده ام. که 23 هزار نفر کشته به بیش از 40 هزار نفر زخمی داشتند و آماری که ملل متحد نشر کرده هم که در چهار سال گذشته گفتن که بیش از 40 هزار نفر کشته و زخمی شده واقعا تکان دهنده است و مایه نگرانی تمام جامعه افغانستان و مایه نگرانی کمیسیون مستقل و بشر افغانستان است و عوامل متعددی در این قضیه دخیل است مهمترین عامل ادامه جنگ و مخاصمات مسلحان است وقتی ما از ملکی گپ میزنیم منظور کشتار و زخمی شدن کشته شدن و زخمی شدن, زخم شدن افراد غیر نظامی در جریان مخاصمه مسلحان است در جریان جنگ است بنان اون دترین و اصلی ترین عاملی که باعث تلفات ملکی میشه ادامه جنگ در افغانستان است متاسفانه مخالفین مسلح دولت افغانستان هیچ اعتنایی به قواعد حقوق بشر دوستانه نمیکنه در حالی که تعهد دولت افغانستان تعهد تمام شهروندان افغانستان در قبال حقوق بشر دوستانه این است تعهد تمام طرف های این است که باید افراد ملکی را هدف حملات نظامی خود قرار ندهند اما متاسفانه مخالفین مسلح دولت گروه های تروریستی به صورت هدفمند به صورت سازمان یافته ملکی ترین افراد هدف حملات خود قرار میتن ما و شما روز چهارشنبه شاهد خونین ترین یکی از خونین ترین حوادث فاجعه بار در جامعه افغان، در افغانستان بودیم در غرب کابل بودیم در غرب کابل در هفته ها و ماه های اخیر ملکی ترین افراد مورد هدف حمله مورد هدف گروه های تروریستی قرار گرفتن محصلین دانشجویان دانش آموزان مکاتب ورزشکاران خبرنگاران اینو از گروه ملکیترین ترین افراد است از ملکیترین ترین گروه های جامعه است و در بر اساس حقوق بشر دوستانه و گروه ها تحت حمایت خاص است تمام گروه های، تمام طرف های درگیر باید اینها رو به صورت خاص به صورت ویژه مورد حمایت خود قرار بده نه اینکه هدف حمله خود قرار بده اما متاسفانه ما شاهد تداوم این هستیم شاهد تداوم جنگ هستیم و شاهد در نتیجه شاهد تداوم تلفات ما آقای فرزم شما از حمایت خاص گفتید که باید از افراد بارد حمایت های خاص قرار بگیرن و خصوص خانواده هایی که دوستانشان یا عزازایی از فامیلشان از دست دادن کمیسیون مستقل حقوق بشر در این قسمت چگونه حمایت ها کردن و یا می کنن از این افراد؟ در قسمت قربانیان و حقوق قربانیان و در قسمت در مجموع در قسمت رعایت حقوق و بشر دوستانه در جریان مخاصمات مسلحانه جاری در افغانستان کمیسیون مستقل و بشر افغانستان چند دسته اقدامات فعالیت های مؤثر را انجام داده این فعالیت ها وظایف و صلاحیت های کمیسیون حقوق و بشر بوده فراتر از این فعالیت ها کمیسیون نمیتونه به لحاظ قانونی عمل کنه یک تحقیق بسیار گسترده ملی را در سال گذشته کمیسیون و بشر راه اندازی کرد در مورد حقوق قربانیان تروریسم در افغانستان این تحقیق ملی در تمام ولایت افغانستان انجام شد با بیش از 3500 نفر نزدیک 4000 نفر اه. از قربانیان مصاحبه صورت گرفت در ولایت مختلف جلسات استماع عامه فوکس گروپ دایر شد و در نتیجه گزارش تحقیقی مستند در مورد وضعیت حقوق قربانیان تروریسم بنا شده است. به تعقیب از او با بر اساس همین پیشنهادهایی که در این گزارش بود دولت افغانستان همراه با کمیسیون و حقوق بشر و افغانستان دادخواهی کرد در نتیجه دادخواهی های دولت و کمیسیون و حقوق بشر و افغانستان خوشبختانه 21 آگست که فکر میکنم برابر با سی مای اسد میشه به نام روز جهانی قربانیان تروریسم نامگذاری شد توسط سازمان ملل متحد و قطعنامه ای پیشنویس قطعنامه ای این قطعنامه توسط دولت افغانستان و عبده کشور دیگر تهیه شده بود و یک اقدام بسیار نیک بود بر اساس این روز کمیسیون حقوق بشر امسال در تمام ولایت افغانستان به استثناء یکی دو ولایت روز جهانی قربانیان تروریسم تجلیل کرد کنفرانس های محلی برگزار کرد نه. تا تو از این طریق از یک طرف آگاهی و دانش عمومی در مورد حقوق قربانی افزایش پیدا کنه از طرف دیگر دادخواهی شود تا جلو تلفات ملکی و قربانیان شدن گرفته شد. بعد از هر تحقیق و هر دادخواهی و هر مستند سازی کمیسیون مستقل حقوق بشر بازم چرا تلفات غیر نظامیان افزایش می یابد غیر نظامیان مورد حمله قرار می گیره و آیا این تحقیق و دادخواهی و مستمع شدن روز به نام روز قربانیان تروریسم میتونه چاره یه درد باشه برای قربانیان از دست رفته و یا از دست داده کشور البته که اقدام کافی نیست. باید عملا جلوی تلفات ملکی گرفته شود. عملا امنیت شهروندان افغانستان را نهادهای مربوطه بگیره. تامین امنیت حق مردم است و از جزء حقوق بشری شهروندان افغانستان است و تکلیف دولت است. و تکلیف نهادهای امنیتی و دفاعی افغانستان است. البته ای اقدام مطمئنا کافی نیست باید امنیت مردم و شهروندان گرفته شود جلو تلفات گرفته شود جلوی اقدامات تروریستی گروه های تروریستی گرفته شود اما اهم این کنفرانس ها نامگذاری ها هم دارای اهمیت است میتونه یک اقدام پیشگیرانه برای جلوگیری از تلفات بیشتر باشه برای جلوگی... برای جلوگیری از وقوع حوادث فاجعه بار دیگر گرفته شود هر روز حملات انتحاری و انفجاری غیر نظامیان ما را بیشتر طرفات میگیره و یا طرف میگیره یک طرف مخاصمه جاری در افغانستان متاسفانه گروه های مخالف مسلح هست گروه های تروریستی است این گروه ها مرخم که در ابتدا خدمت شما عرض کردم تا هنوز هیچ پابندی به ارزش های حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه نداشته مهمترین عاملی یعنی عامل اکثریت قاطع تلفات ملکی همین گروه هاست و به همین خاطر کمیسیون مستقل و بشر افغانستان این کنفرانس ها رو راه اندازی کرد تا از یک طرف آگاهی مردم بلند بره و این افکار عمومی میتونه گهرم فشار بر حتی مخالفین مسلح باشه که مرتکب جنایت و مرتکب تلفات ملکی نشه و از جانب دیگه این کنفرانس ها کمک میکنه که توجه جامعه جهانی توجه نهادهای بین المللی توجه ارگان های دولتی به این مسئله بیشتر جلب شود مثلا آمار را که در یه گزارش نشر شده امه. می 64 هزار نفر تلفاتی ملکی بقی. یک رقم نیست تک تک از اعداد انسان هایی است که قربانی شده بله. یا زخمی شده یا, یا شهید شده امه. یک عدد نیست واقعا تکان دهنده است نشریه آمار میتونه وجدان های بیداری وطن را تکان بده که باید اقدام کنه هر شهروند افغانستان به عنوان شهروندان مسئول افغانستان آقای فرزان هر حمله جنایتکارانه مخالفین مسلح دولت همان گونه که شما گفتین ضعف های ده او بوده بیتوجه های حکومت هم ده او شامل بوده که اگر حکومت درست توجه می کرده حکومت درست تامین امنیت میکرده چرا همچو واقعی رخ میداده؟ ما بیشتر اوقات و یا زیادتر اوقات بگویم هیچ شاهد کدام واکنش جدی کمیسیون مستقل حقوق بشر در قسمت یا از حکومت بگویم نبودیم یعنی شما همیشه واکنش دادین از در مقابل گروه های مخالف مسلح دولت هم از حکومت انتقاد سخت نکردین حکومت احرام فشار نشدین بالایشان چرا؟ شما اگر گزارش های کمیسیون ملاحظه بکنین اگر اعلامی هایی که در دقایق بعد از هر حادثه متاسفانه که <applause> وقوع پیدا کرد با وقوع پیوسته کمیسیون اعلامیه داده این اعلامیه ها موضع گیری است شما اگر این اعلامیه ها رو مطالعه بکنید اگر پیشنهادهای واضح کمیسیون مستقل حقوق بشر در گزارشاتش مطالعه بکنید در اونجا می مطالعه می که کمیسیون جدی ترین پیشنهادها و سفارشات خود را به دولت افغانستان به ارائه کرده به طرف های درگیر به تمام طرف های درگیر مطرح کرده اما مخاطب اصلی کمیسیون مخاطب اصلی گزارش های ما از به این خاطر مخالفین مسلح دولت است که بیشترین تلفات را اینا وارد میکنه مرتکب جنایات دقیقا نامشان دشمن است مخالف و است اما چرا حکومت ما بار بار بعد از هر حمله تروریستی گفته که دشمن از یک تکتیک جدید استفاده کرد از یک از یک برنامه جدید اینا استفاده کردن و یا اما دقیقا که اگر بگویم یک تکتیک جدیده چرا حکومت ما اینجا جلوگیری نمیتونن است تکتیک های اینا اینجا بیشتر شما گفتین که گروه های مخالف مثلا گروه های مخالف مثلا مثل... از نام معلوم است اینا در مقابل حکومت می جنگن و بیشتر غیر نظامیانه هدف میگیرن اینجا حکومت ما چی باید بکنه ما خدمت شما عرض کردم که در گزارش های کمیسیون هم آمده ام. که مسئولیت اصلی تامین امنیت شهروندان افغانستان به عهده های امنیتی و... و دولتی ام. هست باید اقدامات عاجل روی دست بگیره و تدابیر لازم را اتخاذ بکنه تا شهروندان افغانستان در امنیت و مسئولیت زندگی بکنه و در گزارش های سفارشات کمیسیون در گزارش های کمیسیون همه جانب است تمام جوانب درگیر در بر میگیره و ما امیدوار هستیم چند اقدام خوب در ای اواخر جانب دولت افغانستان صورت گرفته البته اقدامات قانونی در کود جزای جدید افغانستان جرم جنایت جنگی جرم جنایت علیه بشریت و نسل کشی به عنوان جرایم بین ملی جرم انگاری شده البته کمیسیون حقوق بشر هم در این زمینه خیلی دادخواهی کرده و مم. تلاش کرده که جرایم باید توسط مکانیزم داخلی مورد رسیدگی قرار بگیره پیشتر از این مورد معلوم نباشه آقای بله یا افکار چیز چند نکته اول عرض کنم بفر. این جرم انگاری شده قبلا ما در کد در قوانین جزایی خود جرایم نسل کشی و اینا رو نداشتیم ام. که مورد رسیدگی قرار بگیره فعلا این جرم انگاری شده یک نهاد خاص یک ریاست خاصی در لوی سارنوالی افغانستان با وجود آمده برای رسیدگی به جرایم بین المللی که یک اقدام بسیار نیک است البته اقدامات تازه است چون کد جدید جدیدن نافذ شده برداشت عمومی اینه که امو شخصی که انتحاری میکنه مسئولی جنایت است در حال کتر نیست بر اساس حقوق بشر دوستانه هر کسی که به نمایندگی از یک گروهی می مرتکب تحت فرم، فرماندهی یک گروه می مرتکب جنایت میشه تمام مسئولین هم گروه تروریستی مورد بازپرس قرار میگیره از لحاظ سلسله مراتب فرماندهی تمام از این افراد مسئول است بنان ارگان های عدلی و قضایی افغانستان بر اساس کد جزایی جدید بر اساس مکانیزمایی که جدیدن با وجود آمده میتونه این افراد را شناسایی کنه فرماندهان از این گروه های را که مرتکب جنایت میشه مورد شناسایی قرار به شناسایی کنه و پرونده های جنایی برای زنا بسازه تا یک روز فرا برسه که اینا با, با پنجه قانون سپرده شده در داخل کود جزا تازه،, تازه نافذ شده چند ماهی از اون مذره از انفاظ کودی جزا و ما توقع داریم که من بعد پرونده های نظیر پرونده های جنایت روز چهارشنبه که خبرنگارا در اونجا به قتل رسید و شهید شدن افراد بی گناه و ملکی شهید شدن اینی پرونده ها باید شکل بگیرم و به درست دیگه قرار بگیرم بله. و ما توقع داریم و پیشنهاد میکنیم که ارگان های مسئول و مربوطه در این زمینه اقدام کنند. بله. آقای فرزام اگر باز هم حکومت همین گونه بی تفاوت باشه در مقابل امنیت مردم که فعلا هم مردم انتقاد داره که هست حکومت بی تفاوت با وجود که چندین بار ناحیه ششم بیشتر مردمش یعنی شین که همچو حملات صورت میگیره و گفته میشه که گروه دایش مسئولیت بر دوش میگیره هم حکومت چندان توجه نکرده چنان توجهی که مردم خواسته شده داره موزیگیری جدید کمیسیون مسقل حقوق بشر در قبال حکومت ما بود؟ کمیسیون بارها مطرح کرده این مسئله در اعلامیه جدیدی که روز بعد از حادثه ده. روز چهارشنبه شام چهارشنبه به نشر رسید در اعلامیه هم تاکید شده که دولت باید در قبال تعهدات بین المللی خود در زمینه حقوق و بشر و حقوق و بشر دوستانه عمل کنه و ما امیدوار هستیم که انشالله در زمینه اقدامات جدیدتری صورت بگیرد تا ما شاهد تکرار حوادث نباشیم یعنی یکی یک اگر صورت دیگر سل... کمیسیون از... مستقل حقوق بشر چقدر صلاحیت داره که واقعا یک عمل جدی یا و یک موضوع جدی بگیره یک نکته را عرض کنم خدمت شما یکی از حقوق مسلم قربانیان تروریسم اینه که باید ارگان های مسئول اطمینان به به مردم که ای دوباره این حادثه تکرار نمیشه این فجایع تکرار نمیشه بر اساس حقوق بشر دوستانه یکی از تعهدات دولت ها و یکی از تعهدات نهادهای های مربوطه این است که باید تضمین های را به وجود بیاره تدابیر اتخاذ بکنه که جلو تکرار چنین فجایی را بگیره کمیسیون مستقل و بشر افغانستان یک نهاد خاص برای نظارت از تلفات ملکی و رعایت حقوق بشر دوستانه در جریان جنگ داره و کار کمیسیون همچنان ادامه داره نظارت میکنه پیگیری میکنه دادخواهی میکنه آخرین تلاش های خود میکنه با در چارچوب احکام قانون تا حقوق قربانی ها تعمین و جلوی آقای فرزان با سوال با مزرد کمیسیون مستقل حقوق بشر در قسمت حق و امتیاز کار حقوق بشر تمام غیر نظامی ها ما که تلفات دادن روز چهارشنبه اونا حقوقشان در جایش بانک شما دو قسمت گفتین داد خواهی میکنیم و حق و حقوق اونا را از لحاظ ازی باشه که تحقیق میکنیم و سندسازی میکنیم دادخواهی میکنیم برشون در قسمت کارمندان رسانه ای ما شما چی برنامه های دارین که چقدر کمسی مستقل حقوق بشر از حق و حقوق امتیاز اینا از مالکین رسانه ها چقدر دادخواهی خواهند کرد؟ رسانه ها هم رقم که خدمت شما عرض کردم خبرنگاران از جمله گروه ها و افرادی تحت حمایت است و اینا حق داره که مورد حمایت قانونی و حقوقی قرار بگیره و کمیسون مثل سایر افراد ملکی و غیر نظامی از حقوق قربانیان خبرنگار حمایت میکنه در چارچوب قانون و ما توقع داریم که خانواده های قربانی ها به مراجع عدلی و قضایی مراجعه کنه شکایت کنه شکایت درج کنه این فکر نکنه که یک نفر این تاری کرد و رفت و ما دیگه هیچ کسی دیگه ایره نمیتونیم مورد باسپورس قرار بتیم باید به نهات های عدلی و قضایی جمله به کمیسیون حقوق و بشر مراجعه کنه خانواده های قربانیا تا شکایت از اینا سبت و کمیسیون این قضایی را به صورت هر قضیه را به صورت جداگانه مورد رسیدگی قرار بده تشکر با تشکر بسیار زیاد از آقای عبدالاحد فرزام رئیس صاحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر که در بحث این ساعت با ما بودن و برنامه آغاز روز بعد از وقفه کوتاهی ادامه دارد با عرض سلام و مجدد به ادامه برنامه آغاز روز خوش آمدید. تاثیر نامنی ها بر روند تحصیلات در دانشگاه فاریاب. بحث این ساعت موضوع برنامه ماست برای بحث بیشتر در این مورد آقای فیروز اوزبی کریمی سرپرست دانشگاه فاریاب با ما درسیده است. آقای کریمی سلام و صحبتان بخیر به برنامه خوش آمدید. تشکر زنده باشین. عرض سلام ادب دارم خدمت شما بینندگان تلویزیون آریانا نیوز. مردم و افغانستان و خصوص مردم فاریاب تشکر بسیار زیاد آقای کریمی در نخواست بر ما در مورد تاثیرات نامنی های اخیر ولایت فاریاب بالای دانشگاه این ولایت بگین که چقدر تاثیرات گذاشته. تشکر زنده باشین اما در که شما میدانین از جریان تقریبا بیشتر از یک سال میشه فاریاب بیشتر با تهدیدات بلند روبرو است و میشه گفت که پانتون فاریاب همچنان در قسمت درس و در قسمت محسنین که باید درس خود خوب داشته باشند متاسفانه با مشکلات بزرگ ما هم مواجه هستیم متاسفانه وقت محسنین ما میخواین به پهنتون بیاین به خصوص از ولسوالی ها بیشتر تعدید میشن از طرف طالبا به خصوص خانم دختر خانمای ما متاسفانه و در مجموع پانتون فاریاب در جریان یک سال که گذشت یعنی خیلی مشکلات متقبل شدند یعنی در بخصوص در شهرهای ما معاصلین ما پایان میشن ازشان پرسان میشه پرسیده میشه و یک تعداد معاصلین اگر شما سال گذشته از طریق رسانه هم پخش شد چهار تا از محصلین فاریاب که در جوزجان تحصیل می کردن در آن متاسفانه مگش بر بسته شد مم. همیشان شهید شد بالاخره مشکلات خود داشته باشه اینا امنی ها در بله آقای رحیمی در پلوی دانشگاه دولتی در ولایت فاریاب آیا دانشگاه خصوصی هم اونجا فعالیت داره؟ بله یک دانشگاه خصوصی در ولایت فاریاب است دانشگاه خصوصی رشاد مم. اونجا فعالیت میکنه بله <سؤال> در مورد ای که چقدر دانشگاه فاریاب با میارهای جهانی اگر بگویم هم خیلی مشکل است اما باز هم چقدر با میارهای نسبتا جهانی تدریس میکنن و چقدر ظرفیت های بزرگ در اونجا وجود داره تشکر پانتون فاریاب از سال 13 به این طرف فعالیت داره از دارالمعلمین شروع تا <سؤال> پهنتون شدن ارتقا کردن تا پهنتون و از او زمان تا این زمان ما اساتید مجرب در پانتون و فاریاب داریم از, از پوهیاله توپاهاند از لسانس تا دکترا ما استادای خود داریم البته خودتان میدانیم که ما با جهان مقایسه کردن نمیتونیم پانتونای خود متاسفانه مشکلات خود داره با ان هم در منطقه دمی در افغانستان یکی از پانتونای خوب است و همیشه فعال بوده با ای که مشکلات ناامنی فراوان در شهر ما در ولایت ما در آخر دو سال بوده اما دروازه پانتون ما ایش وقت بسته نشده یعنی دروازه پانتون ما باز بوده اساتید ما معسلین ما با مشکلاتی که روبرو بودن با آن هم با سنفایشان حاضر بودن در ادامه داشتن بل. و در قسمت از که ما با کدام معیارها باید مسیرین خود تدریس کنیم و برشان مواد که یا کتابخانه که لازم است یا لابراتواری که باید بر از تهیه دیده شود متأسفانه در قسمت کتابخانه و لابراتواری که مشکلات. مشکلات را ما داریم و همچنان دهی و آخری که از پانزده جوزا به این طرف امه. حتی ما فایبر نوری را در فاریاب نداریم متأسفانه. ده. این بزرگترین چالش است که در فاریاب در مجموع در شهر ما که همه از فایبر نوری مستفید بودن فعلا اینترنت اصلا ندارن فقط از این موبایل هایی که دارن استفاده میکنن و بس خلاص ده. و ما یک آی سنتر بسیار بزرگ که ممکن در صفات شمال نباشه مهم. ما داشتیم که باید در چند ماه اخیر باید افتتاح میشد که متاسفانه با نداشتن زمین اینترنت فایبر نوری ما نتانستیم که در خدمت معسلین خود قرار بتیم یعنی <متدلع> مشکلات فراروی تمام معسلین ما می باشه <متدل> آقای کریمی دانشگاه فاریاب سالانه چقدر فارغین دارند و بیشتر از کدام رشته و کدام طبقه آه، تشکر آه، هر سال ما در پنتون فاریاب بیشتر از 1500 محصل فارغ میدیم که در سال سال 1396 <متدل> که ما فارغ داشتیم بیشترینش یعنی از 50 فیصد، 60 فیصد فارغ تحصیلای ما دختر ما بودن که یک چیز بلند نشان میده که ده. فامیلای ما در مجموع ولایت فاریاب در کل همه گل آخامان دستن که یعنی جلو دختر بله 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 دختر خانم ها را نگیرن و را بگذارن که باید تحصیل بکنن خیلی یک گپ خوبی است بله یک گپ مثبت است در فاریاب بیشتر علاقمندی دارن تحصیل باید بکنن و سالانه ما این سال پذیرش داشتیم بیشتر از دو هزار هر سال بیشتر از دو هزار ما پذیرش داریم یعنی دو هزار سی نفر همین سال پذیرش داشتیم و در شبانه هم اختصاصی هم تقریبا 100 نفر یعنی یک دو هزار یک ساعت سی نفر فکر میکنم که امسال ما پذیرش داشتیم آقای در قسمت نظارت هایی که باید از صورت بگیره از دانشگاه ولایت فاریاب البته چی دقیقا باید از مرکز چقدر در قسمت بالا بردن ظرفیت اساتید دانشگاه فاریاب تا کنون واقعا حیات های آمدن یا برنامه ها یا مثلا کنفرانس های گرچه ما برای کار فرانسه هم گفته رم میتونیم میتونیم بگویم که هایی گرفته شده به خاطر رفع مشکلاتی اینا با خاطر بلند بردن ظرفیت نه چقدر ای کار سرعت گرفته از مرکز. آه، تشکر. آه، البته دو سال قبل ما در قسمت تضمین کیفیت پانتون فاریاب بیشتر تلاش میکرد وزارت تحصیلات عالی هم همچون آیات های خود را میکردند و و بررسی میشد و نمره دیهی میشد که او وقت بود یعنی در بعد از دو سال که ما نامنی بیشتر شده بارها تقاضا کردیم بدون از اینکه در قسمت تضمین کیفیت بوده امه. و در دیگر مشکلاتی که ما داشتیم در قسمت آی سی سنتر ما و دیگر مشکلاتی که در سطح پهنتون بوده تقاضا صورت گرفته که متاسفانه اونام هم نمیتونن بیان و ما هم از اون طرف نمیتونیم بیم چون امه. شارا بند است و تضمین نمیشه که امین حیات چه قسم تا اونجا رو و امنیت از کی باید بگیرم متاسفانه این مشکل است اما ما با وزارت محترم تحصیلات عالی اماهنگی داریم و در قسمت از یک سیمینارها و رکشاب ها و همچون چیزهایی که به خاطر ظرفیت بلند بردن ظرفیت اساتید در نظر گرفته شده و وزارت تحصیلات عالی همیشه در نظر میگیره اما متاسفانه استادای ما او قدر که باید شرکت بکنن شرکت کردن نمیتونن در وقتش رسیدن نمیتونن و یا اصلا رسیدن نمیتونن این مشکلات هست در بله. آقای کریمی اکثر از دانشجویان دانشگاه های مرکز انتقاد دارن از تدریس میتود های کنه در دانشگاه ها در فلایت فاریاب این مشکل چقدر واقعا وجود در پانتون فاریاب در میجریان پنج سال یا شهست سال احه. اخیر در قسمت تدریس ما تغییرات جدید را آوردیم احه. و به خصوص ما بر خودم یک ورکشاپی را دیدیم که در لا. کشور مالیزیا 15 روزه مبتنی بر نتایج و ستودن سنتر لرنینگ بوده که یعنی به حساب ما مشاگرد محوری را در نظر میگیریم و تدریسی که میکنیم باید ریزلتش نتیجهش باید معلوم باشه و در این قسمت میتود جدید کار گرفته میشه و خوب است که ایران بگیم که بله با آن هم که ما از میتود های جدید استفاده می کنیم باز هم مشکلات خودم می داشته باشند مثلا عوامل فیزیکی شما در نظر بگیریم سنفا سنفایی که ما تدریس می کنیم در یک سنف که 80 نفر است فقط 80 نفر چوکی می بگذاریم ده. اما باید در یک سنف که 80 نفر است باید یک سنفی امه. باشه که حداقل یک 180 نفر در اونجا جا شده که ما 80 نفر براحتی بتانیم چوکی هاشون انتقال بتیم کار گروپی بکنیم و جورایی بکنیم یعنی مشکلات امه. داریم در قسمت ای که کارهای گروپی باید صورت بگیره متاسفانه کمتر صورت میگیره اما بلد. ما از میتودای جدید در پانتون فاریاب کار میگیریم. آقای گریمی در قسمت استفاده از هایی که سالانه فارغ میشن از دانشگاه فاریاب بر ما بگین که چقدر از این کادرها دوباره جذب میشن در داخل خود دانشگاه تشکر در خود دانشگاه فکر نکنم قدر ما جذب کرده بتونیم به خاطر از اینکه ما در هر سال اگر جذب میکنیم پنج استاد یا شش استاد جذب میتونیم بکنیم از بیشتر نیستن اما در شهرم هم همچنان در فاریاب که ما وقتی میگیم که امه. 1500 بیشتر ما فارغ تحصیل داریم امه. یعنی تنها از پانتون فاریاب است از خصوصیش هم ممکن 1000 نفر امه. باشه و از این هم تقریبا 2000 نفر یعنی در سالانه امه. ما در فاریاب حداقل 4000 4500 نفر فارغ تحصیل می داشته باشیم که متاسفانه اشتغال زایی نیست امه. کاریابی نیست برشان اصلا اگه کارم باشه فرض مثال برای چهار هزار نفر صد نفر در سطح فاریاب است. متاسفانه این همین مشکلات است که بیشتر جوانای ما اما کشور را ترک میکنن یا که به طرف مخالفین میرن و بیشتر این امنی ها را ما زمین میبینیم که اشتغال ام. زایی نیست برشان بله. کاریابی نیست و خاطر زمین ناام بیشتر بله. یکی از مشکلاتی که اکثر دانشجویان طبقه اونها در دانشگاه فاریاب داشتن آقای کریمی نبود خوابگاه مناسب بود که اکثر از این ناحیه بر ما گزارشات رزقی مشکلات داشتن این مشکل تا حدود از سال گذشته تا چقدر حل شده تشکر در قسمت خوابگاه معصیل اوناس ما ام. ما هیچ نو مشکل نداریم بله. یعنی مجهزترین لیلیه را برشان داریم امه. و پذیرش هم داریم هر چه قدر باش، ما پذیرش میتونیم بکنیم نه. اما در قسمت لیلیه زکور برای بله این مشکل داشتیم باشیم امه. ممکن داریم در قسمت بخش زکور ما لیلیه مناسب برشان نداریم متاسفانه امه. و در قسمت دختر خانم ما بر شما بیخی هم امه. تو به سراحت میگم امی اگر ما هفتاد یا هشتاد نفر فعلا دلایلی خود داریم یعنی <متحدث> میتونیم باز هم یک 300 نفر دیگه ما ظرفیت از را داریم که در دا اونجا دلایلی مناسب یعنی در صفات شمال و تو یک لایلی باید نباشه ما در دا فاریاب داریم با تمام امکاناتش و شما مجهز است بله. آقای کریمی در قسمت دانشگاه فاریاب نظر به دو چی که داشتن اینا اکثرا اینا مثلا شاگردایی که از دیگه ولایت هم جوار می آمدن به دانشگاه فاریاب اینجا تعداد کسایی که سالانه حساب پذیرش زیاد میشه مثلا امسال شما پذیرش داشتین و یا کسایی که در امتحان شرکت کرده بودن دو هزار نفر بودن نه. سالانه این ظرفیت بالا میره نه. شما چقدر امکانات داره یا فاریاب که جست کرده بتونه از دیگر ولایات هم و از خودش اگر هم دو طلبش سال به سال افزایش بیه و این چقدر ظرفیت داره نه, تشکر. ما دمی 2130 نفر گفتیم که امسال برای ما پذیرش داشتیم در مجموع از سطح افغانستان است از تمام ولایت افغانستان برای ما می و در قسمت ازی که ما هر ساله پذیرش خود بلند میبریم یا نه میبریم بریم این را میگذاریم. ما در پلان پنج ساله خود اینا را گرفتیم اه. و در هر سال ما بنابر ازی که ظرفیت های ما بلند میره های تدریسی ما بیشتر میشه ما هم کوشش میکنیم که ظرفیت ها را بیشتر بالا ببریم مثلا مهم. امسال اگر 2130 شده ممکن در سال آینده که پیشرو داریم ممکن 2500 محصل ما جذب بکنیم و میشه گفت که همینجا یک مشکل بزرگ پانتون و فاریا با ذکر بکنیم که مهم. نبود تعمیر تدریسی در بعضی پانزای های ما مشکل میشه که ما ظرفیت کمتر نشان بتیم بر وزارت محترم تحصیلات عالی وقتی که ما تعمیر تدریسی اگر داشته باشیم مشکل اساتید ما میتونیم رفع بکنیم با. وقتی ما حاصل جای داره صنف داره یعنی استادا میتونه رسیدگی خوب بکنه فعلا ما در پنتون فاریاب یعنی بامی که مشکلات هم که داریم در چهار تایم تدریس میکنیم امه. که سه تایمش روزانه است و یک تایمش شبانه است دیگه یعنی بزرگترین مشکل ما فقط اگه تعمیرهای تدریسی ما ان در سال های آینده در نظر امیره. گرفته شود اینا چور شود ما پذیرش شما هر سال بلندتر بله آقای کریمی در قسمت تخصیص دادن بورسیه به محصلین دانشگاه فاریاب بر ما که سالانه چقدر بورسیه تخصیص داده می شود محصلین کادر دانشگاه فاریاب تشکر در قسمت بورسیه ها متاسفانه امیره. در پانتون فاریاب نمیرسه بگم دقیق است به خاطر از اینکه سه سال یا چهار سال قبل ما خودم که هم ماون و عمر مسران هستیم فعلا و هم سرپرست پانتون پا یعنی چهار سال قبل برای ما یک دازده نفر را بر ما سمیه داده بودن که شما معرفی ام. بکنین با. ما از دازده نفر معرفی کردیم که هشت نفرش نو نفرشان رفتن به هندوستان و سه نفر دیگهش باید به با عربستان می رفتن که متاسفانه بعد از سه سال اونها را چیش آمده اونا سنفسی شده بودن ام. که اونا دلشان نشد دیگه س... دستشان چهار سال قبل که ما نو نفر روان کردیم یک چهار نفرش تحصیلاتشان رو ختم کردن آمدن این از او روز تا به این روز هیچ محصل ما متاسفانه خارج از کشور نرفته و دلیل آمدن من این بار با با مرکز, است که یک اما باید داشته باشیم نه تنها در قسمت محصیلین ما بلکه در قسمت اساتید محترم پنتون فاریاب که بیشترشان جوان هستند و ذرت دارند در پروگرام های ماستری و دکترا باید با. برون حتی وزیر صاحب محترم تحصیلات آره ما ممکن ملاقات داشته باشیم اینچالا این مشکلات به اونا در میان میگذاریم ان در آینده حل خواهد شد. بله آقای کریمی در قسمت ویدیو کانفرنس هایی که باید از گرفته شد چون اکثرا در دانشگاه های مرکز همچون چون ویدیو کنفرانس های گرفته میشه بین محصلین مرکز با ولایت دیگر در از ولایت فاری ای چون که این چون برنامه هایی دارین ما در قسمت در خود فاریاب کنفرانس های علمی، ورکشاپ ها، ای در فقط با در سطح پانتون خود می داشته باشیم امه. و سالهای گذشته ویدیو کنفرانس ها با مرکز خود ما می داشتیم با وزارت محترم تحصیلات عالی با پانتون ها در مجموع اما پیشتر یادواری کردیم که با. از روزی که ما از پانزه جوزا فایبر نوری ما قطع شده که متاسفانه ما با وزارت هم فعلا خود ما ویدیو کنفرانس نمی داشته باشیم با. قطع شده و تقاضا کردیم که ببینیم که شرکت افغان تلیکام چی کار میکنه در این قسمت تا هنوز متاسفانه وصل نشده در آخر آقای کریبی در قسمت حقوق استادان در ما بگین که آیا حقوق استادان به وقتش پرداخته میشه از سوی مرکز و یا مشکل دشکر. در این قسمت هم وجود داره و حقوق امتیازات استادان به وقتش پرداخته میشه ایش موانع و مشکلی نداره در این قسمت اما در, در این دو سال سه سال اخیر ای آوازه ها بود که باید حقوق استادا باید بلند بره با. بارها گفتن که امروز و فردا و بالاخره اه. این دولت وحدت ملی ما خدمتش رو به پایان است که متاسفانه باز هم نه تنها استادان بلکه بر معلمین هم تا همون جاهایی که و دا داد زمین باید توضیح میشد که نشد و بخواق استادان اه اه توجه نشده, نشده بله تشکر آه. با تشکر بسیار زیاد از آقای فیروز اوزبک کریمی سرپرست دانشگاه فاریاب که در بس این ساعت با ما بودن و در مورد تاثیر نامنی ها روند تحصیلات در دانشگاه فاریاب و همچنان مشکلات دیگری که دانشگاه فاریاب داشتن با ایشان بحث و, و داشتیم سه ساعت برنامه آغاز روز در همین جا به پایان می رسم.